سلام من هانیم و به اتاق سیزدهم خوش اومدید بریم داستان عجیب و غریب امشب رو با هم شروع کنیم در بعد از ظهر جمعه 31 می سال 1985 آقای باب اسمیت در دفتر کارش مشغول به کاره. آقای باب اسمیت که صاحب سه فرزند هم هستش، یک کسب و کار خونگی داره. در طبقه دوم خونش معمولا این تابلوهای الکترونیکی رو تعمیر میکنه و همچنین فروش هم داره. و این کسب و کار خونگی باعث شده که ساعت کاری منعطفی داشته باشه. به خصوص در این فصل سال که بسیار هوا گرمه و به جای اینکه مجبور سر کار باشه میتونه کارش رو یه جوری تنظیم کنه که همراه با همسرش لب استرخ آفتاب بگیرن در حدود ساعت سوانی بعد از ظهر در حالی که آقای باب اسمیت داشت کار میکرد سرش رو بلند کرد و از پنجره بیرون رو نگاه کرد از اونجایی که آقای باب اسمیت دفترش در طبقه دوم خونش واقع شده چشم انداز بسیار زیادی و تمام املاکش داره و همه جا رو میتونه ببینه با این حال در حدود فاصله 250 متری جایی که حالا املاک آقای باب تموم میشه و به جاده اصلی میرسه ماشین دخترش رو میبینه که پارک شده شری 17 ساله بود و در چند روز آینده قرار بود که از دبیرستان فارغ تحصیل بشه و امروز هم همراه دوستانش در یک استخر پارتی بود معمولا شری عادت داشت که ماشینش رو پارک میکرد در اونجا که نامه ها رو از صندوق پستی برداره و خیلی چیز عجیب و غریبی نبود به خاطر همین آقای باب دوباره مشغول به کار شد یه چند که گذشت احساس کرد که خونه خیلی ساکته معمولا شری هر وقت که میاد خونه خیلی بلند بلند حرف میزنه سراغ همه رو میگیره اتفاقای طول روزش رو تعریف میکنه و الان خیلی عجیبه که صدایی نمیاد آقای باب از جاش بلند شد و رفت لب پنجره و نگاه کرد و دید که ماشین شری هنوز تکون نخورده احساس کرد که شاید خب شری نامه ای رو گرفته و الان توی ماشینش نشسته و داره اون نامه رو میخونه از اون اونجایی که شری یک بیماری بسیار نادر داشت آقای باب سمیت نگران شد شری به یک بیماری بسیار نادر به اسم دیابت بیمزه مبتلا بود کسانی که به این بیماری مبتلا هستند باید آب بسیار زیادی بخورند در کنار اون تکرار ادرار بسیار زیادی هم دارن یه جورایی انگار نمیتونن اصلا آب رو در بدنشون نگه دارن و کسانی که در سطح ابتلاشون به این بیماری بسیار زیاده میگن تا روزی 20 لیتر آب هم هم میتونن دفع بکنن و ادرار کنن بنابراین اگر در معرض بیابی قرار بگیرن ممکنه که حتی به کما برن و بیهوش بشن به خاطر همین زمانی که بیشتر از پنج دقیقه گذشت و ماشین شری حرکت نکرد آقای باب اسمیت به شدت نگران شد احساس میکرد که الان شری ممکن حتی بیهوش شده باشه شاید به آب دسترسی نداره شاید داروهاش دم دست نیستش به خاطر همین تصمیم گرفت که بره و چک کنه ببینه که دخترش چرا ماش ماشینش رو حرکت نمیده بنابراین سری سوار ماشینش شد و مسافت رو طی کرد 250 متر رو رسید به ماشین دخترش آقای باب سمیت متوجه شد که موتور ماشین شری هنوز روشنه و کار میکنه در به سمت راننده باز کلیت هنوز روی ماشینه کیف شری آب و داروش هنوز اونجاست و با خودش نبرده لباسهایی که حالا توی استخ استفاده کرده صندلی عقب ماشینشه و بعد با دقت تر که نگاه کرد دید که سندل هایی که شری پوشیده توی ماشینه و انگار حالا پا با پای برهنه از ماشین اومده پایین رفته سمت صندوق پستی و بعد از اونجا پاها ناپدید میشه شری دیگه بر نگشته و سمت ماشینش و تمام این چیزهایی که حالا دیده بود نشون میداد که اتفاق خوبی در جریان نیستش به خاطر همین سریع با پلیس تماس گرفت آقای باب اسمیت و همسرش هیلدا به پلیس اطمینان دادن که شری فرار نکرده به خاطر اینکه زندگی شری در بهترین حالت ممکنش قرار داره شری در چند روز آینده از دبیرستان فارغ و تحصیل میشه اون هم با نمرات بسیار بالا و از اون مهمتر تونسته که از دانشگاه کلمبیا پذیرش بگیره برای رشته موسیقی و قرار درسش رو هم شروع بکنه و بعد اصلا قراره که سرود ملیمون رو اصلا اون در مدرسه رهبری بکنه و بخونه و بسیار هیجان زده بوده به خاطرش و از اون مهمتر اصلا بعد از فارغ التحصیل قراره که با دوستانش با کروز برن باهاما و خوش بگذرونن پس دلیل برای فرار شری وجود نداره فقط یک احتمال وجود داره و اون هم این که اتفاق بدی برای شری افتاده باشه و یا یعنی اینکه کسی اون رو به زور برده باشه کاراگاهان با خواهر بزرگتر شری خانم دان 21 ساله صحبت کردن. معمولا همه دان و شری رو به عنوان خواهران اسمیت میشناختن کسانی که صدای بسیار زیبایی داشتند و معمولا همه سرودهای مذهبی کلیسا رو میخوندن و اصلا این دو تا خواهر قرار داشتند که بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن در صنعت موسیقی مذهبی موسیقی مسیحی فعالیت بکنن وقتی که کاراگاهان به خانم دان صحبت کردن دان گفت من اطلاعی از شری ندارم شری به من زنگ نزده و من هم مثل پدر و مادرم فکر نمی کنم که دلیلی برای فرار وجود داشته باشه شری رابطه خوبی با خانواده داشته کارگاهان بهش گفتن که الان که در حال حاضر ما نمیدونیم چه اتفاقی برای خواهرت افتاده ترجیحمون اینه که همراه با یک آفیسر پلیسی برگردی به خونه خانوادگی تا مشخص بشه که برای شری چه اتفاقی افتاده با توجه به اینکه خانواده اسمیت خانواده تقریبا شناخته شده بودند و مردم میشناختنشون در عرض چند ساعت بعد صدها نفر اومدن که به خانواده اسمیت کمک کنن که اون اطراف رو شخم بزنن بگردن که حالا نشونه هایی از شری ببینن پیدا میکنن یا نه این رو در نظر بگیرید با توجه به وضعیتی که شری داره این احتمال وجود داشت که حالا کم آبی یا آب نخوردن باعث توهم شده باشه باعث گیجی شده باشه و راهش رو گم کرده باشه ولی خب هر چقدر که میگشتن هیچ نشونه‌ای نبود نه نشونه از رد پا بود نه اینکه حالا آدمی خودش رو کشیده باشه هیچ هیچی پیدا نکردن فقط در یک کیلومتری خونه خانوادگی اسمی یک دستمال گردن قرمز پیدا کردن که اون رو هم 100 درصد من نبودن که متعلق به شری هست یا نه و کاراگان حدس میزدن که اگر این دستمال گردن متعلق به شری باشه احتمال آدم رو بایی وجود داره و احتمالا شری این رو به عنوان سرنخ انداخته با این وجود نمیتونستن به چیزی مطمئن باشن آخرین کسی که شری رو دیده بود دوست پسرش ریچارد بود خانواده اسمیت گفتن که ما به ریچارد شکی نداریم شری و ریچارد خیلی رابطه خوب و عاشقانه با هم دیگه دارن اصلا آینده درخشانی داره هر تاشون در کالج کلمبیا تونستن پذیرش بگیرن و ما فکر نمی کنیم که ریچارد بلایی سر شری آورده باشه با این حال کاراگاهان گفتن که ما باید با ریچارد صحبت کنیم ریچارد گفتش که صبح من و شری با هم دیگه رفتیم به مرکز شهر تا یک سری چک های مسافرتی رو نقد کنیم برای اون کروزی که میخواستیم بریم و بعد از اون ما ماشین شری رو بردیم و در پارکینگ پارک کردیم سوار ماشین من شدیم و با هم دیگه رفتیم به استخر پارتی تا ساعت دو و نیم اونجا بودیم حدود ساعت دوونیم شری با والدینش تماس گرفت و به اونها اطلاع داد که داره برمیگرده خونه و من شهر رو بردم پارکینگ یه 15 دقیقه توی پارکینگ با هم دیگه بودیم همدیگه رو بوس کردیم یکم معاشقه کردیم و بعد از اون شری سوار ماشین خودش شد و ما اومدیم که برگردیم خونه در این مسافتی که داشتیم برمیگشتیم خونه من تا یک حدودی پشت ماشین شهر داشتم رانندگی میکردم به خاطر اینکه خونه هامون هم مسیره ولی بعدش من پیچیدم رفتم سمت خودمون و شری رفت سمت خونه خودشون با توجه به گفته های ریچارد این ساعت سه و نیم یعنی همون زمانی که آقای باب از پنجره نگاه کرد و ماشین دخترش رو دید البته بعضی از رهگذران هم شی رو دیده بودن که حالا داره میره سمت صندوق پستی و چیز مشکوکی ندیده بودن البته یکی دو نفر گفتن که در نزدیکی حال صندوق پستی یک ماشینی دیدیم که تا حالا ندیده بودیم و یک مردی تقریبا سی ساله داخل ماشین بوده کاراگان احساس میکردن با توجه به اینکه نامه ها روی زمین ریخته شده احتمال آدم ربایی وجود داره یعنی همون ماشین ناشناسی که دیدن و همون مرد حدودا سی ساله کارگاهان مجبور بودن که گزینه آدم ربایی رو بذارن روی میز ولی از اونجایی که شلید دقیقا دم در ناپدید شده بود کارگان احساس میکردن این نمیتونه یک آدم رو با یه فرصت طلبانه باشه یعنی اینکه یک مجرمی از فرصت سو استفاده کرده و شری رو دوز دیده. زمانی که گذشته شریف و خانوادهش رو چکدن متوجه چیز خاصی نشدن شریف واقعا دختر خوبی بود هیچ وقت با قانون درگیر نشده بود معلم ها مدارس از شری راضی بودن شری هیچ وقت درگیر مواد مخدر سیگار الکل اینها نشده بود و از اون مهمتر شری یک دختر مسیحی بسیار متدین بود و خانوادهش هم به همین شکل بودند. آقای باب اسمیت به با عنوان کشیش در زندان هم کار میکرد و معمولا اون و همسرش گیلدا میرفتن و برای زندانی ها موزه میکردن یا اینکه سرود میخوندن و گاهی و اوقات شری و خواهرش دان رو هم میبردن کارگان احساس میکردن که ممکنه یکی از این زندانی ها روی شری وسواس پیدا کرده باشه و بعد اینکه از اینکه از زندان اومده بیرون حالا دنبال شری گشته و بعد شری رو دزدیده و شروع کردن به چک کردن این زندانی ها ولی مورد خاصی پیدا دن نکردند از حق که نخواهیم بگذریم شری واقعا دختر زیبایی بود موهای بلوندی داشت چشمای آبی داشت پوست بسیار خوبی داشت و کارگان احساس میکردن که شاید این زیباییش زیادی توی چشم بوده و زمانی که تحقیق کردن متوجه شدن که حدود دو هفته قبل شری در حالی که توی یک سوپرمارکتی مشغول به کار ظاهرا یک مردی مزاحم شده نه اینکه فقط مزاحم شری بشه مزاحم که دو تا دیگه از کارمندهای خانم هم شده و یک درگیری پیش میاد و این آقا رو بیرون میکنن زمانی که اون مرد رو هم چک کردن متوجه شدن که در شهر نبوده بنابراین اون هم نمیتونسته که عامل دزدیدن شری باشه با توجه به اینکه کاراگاهان هیچ مزنون نداشتن این احتمال رو در نظر گرفتن که شاید شری برای پول دزدیده شده ولی قطعا این انتخاب هوشمندانه نبود به خاطر اینکه خانواده اسمیت خانواده ثروتمندی نبودن خانواده راحتی بودن راحت زندگی میکردن ولی پولدار نبودن ولی خب باید این احتمال رو در نظر میگرفتن اتفاقا در همون روز اول تلفن خونه زنگ خورد صدای پشت خط یه عالم حرف زد و گفت من شری رو دارم و من پول میخوام و پول احتیاج دارم و از اونجایی که 15 دقیقه بیشتر حرف زده بود کارگاه ها تونستن ردش رو بگیرن و رسیدن به یک مجرم سابقه دار از این مجرمای خورده پا و دستگیرش کردن یک مرد 27 ساله بود ولی خب کاراگاهان با توجه به این تجربه جدیدی که کسب کرده بودن برای تلفن های بعدی آماده تر شدن اومدن یک ترلی رو توی املاک خانواده اسمیت گذاشتن و شد مرکز فرماندهیشون و علکی علکی شوخی شوخی این پرونده تبدیل میشه به بزرگترین شکار انسان در تاریخ کارولینای جنوبی به خاطر اینکه شرایطی که شری داشت شرایط بسیار بحرانی بود اگر آب به اندازه کافی به شری نمیرسید این احتمال وجود داشت که شری به کما بره و دیگه نشه نجاتش داد با توجه به اینکه در روز جمعه یعنی روز اولی که شری ناپدید شده بود هیچ اطلاعاتی پیدا نشد جستجو به روز دو رسید و اف بی آی هواپیمای مجهز مادون قرمز رو در اختیار اداره پلیس قرار داد اما باز هم از این طریق هیچ نشونه ای از شری پیدا نشد تا اینکه کاراگاهان متوجه شدن در روزی که حالا استخر پارتی بوده چند نفر با شری درگیری کلامی داشتن با این بچه ها و با این تینیجر ها صحبت کردن و باز هم اطلاعاتی به دست نیومد و ناپدید شدن شری میرسه به روز سوم یعنی روز یک شنبه که جشن فارغ و تحصیلی از دبیرستان هم در جریان بود و خب این موضوع دیگه خیلی بیشتر به چشم می اومد با توجه به اینکه روزنامه ها در مورد ناپدید شری بسیار زیاد نوشته بودند در همین روز یک شنبه خانمی با اداره پلیس تماس گرفت و گفتش که در اون سی و می من داشتم از اون مسیر میگذشتم که یک زن جوون بلوند رو دیدم که از ماشینش پیاده شده و چون در حال گذر بودم که نیدم بعدش چی شده بعد همینطوری که داشتم رانندگی میکردم یک ماشینی خیلی بد پشت سرم شروع کرد به بوغ زدن که من حتی مجبور شدم سرعتم رو کم بکنم من هم بوغ بزنم و بعد از کنارم گذشت زمانی که از کنار من گذشت یک دیدم یک ماشین قرمز رنگه و بعد از اون اون زن جوان بلوند رو هم صندلی جلو ماشین دیدم این مردی که حالا نشسته بود کنار زن به نظر میاد اصلا حواسش به من نیست بلکه حواسش پرت زن جوونه و داره با اون صحبت میکنه یه درگیری کلامی داشتن و بعد از اون تونست چهره این مرد رو شناسایی بکنه سنش رو بین 35 تا 40 تخمین زد و بعدش گفت که هیکل کمی درشت داشته به نظرم قد بلند بوده ریش داشته و تونستن یک تصویری از این مرد ناشناس بکشن هم با توجه به اینکه مزون مشخصی نداشتن تمرکزشون رو گذاشتن روی پیدا کردن ماشین چون حداقل الان مدل ماشین رو میدونستن شکل ماشین رو میدونستن و چه کردم ببینن که چه آدم هایی این ماشین رو دارن این ماشین قرمز رنگ رو دارن ولی خب از این طریق هم نتونستم به نتیجه ای اصلا احتمال داشت این ماشین دزدی باشه با این حال روز سوم هم تموم شد و ما میرسیم به سوم جوان حدود ساعت دو نیم نیم شب که خونه آقای باب اسمیت تلفنش زنگ خورد و اصلا منتظر تماس نبودن اون هم نیم شب زمانی که تلفن رو برداشت یک مرد پشت خط بود و گفتش که من شری رو دزدیدم صدای مرد تغییر کرده بود مشخص بود که صدای خودش نیست یه جوری صداش رو انگار دستکاری کرده بود و به آقای باب اسمیت گفتش که گوشی رو بده به همسرت هیلدا و خانم هیلدا تلفن رو گرفت و گفتش که مرد گفتش که من شری رو دزدیدم و شروع کرد به توضیح دادن لباسهای شری که نمیدونم پیکنیش این شکلیه و لباس زیرش این شکلیه و چنین لباسی پوشیده و فلان جاش خال داره و اینا و خب دیگه کاملا مشخص بود که این مرد داره درست میگه و شری رو دزدیده و بعد به خانواده اسمیت اطمینان داد که شری به اندازه کافی آب میخوره جای مناسبی هم هست که بتونه دستشویی بره و گفتش که فردا بعد از ظهر ساعت دوی بعد از ظهر یک نامه از طرف شری بهتون میرسه که اطلاعات بیشتری داخلش هست در نظر بگید با توجه به تکنولوژی که در اون زمان وجود داشته رو باینده تقریبا باید 15 دقیقه پشت خط میمونده تا متخصی میتونستن محلش رو پیدا بکنن و بفهمن که از کجا تماس گرفته با وجود اینکه رو خیلی زودتر تلفن رو قطع کرد اما متخصی دونستن جای حدودیش رو حدس بزنن تقریبا در 20 کیلومتری خونه اسمیت ها قرار داشت این باجه تلفنی که باهاش تماس گرفته بود اما زمانی که رفتم و چک کردن مشخص بود که همه چیز پاک شده هیچ اثر انگشتی وجود نداشت اصلا از روباینده هم خبری نبود چیزی که برای کاراگاهان عجیب بود این بود که روباینده درخواست هیچی نکرده بود اصلا نگفته بود چرا شری رو دزدیده یا چی میخواد پول میخواد چی میخواد فقط گفته بود که منتظر یه نامه باشین که براتون میرسه بعد از اینکه روباینده تلفن رو قطع کرد کاراگاهان یک مشورتی با همدیگه کردن و به این نتیجه رسیدن که برن به اداره پست مرکزی و قبل از اینکه اصلا نامه ها تحویل پست چی بشه خودشون نامه رو پیدا بکنن به خاطر اینکه ممکن بود اثر انگشتی روش باشه قبل از اینکه دستکاری بشه این نامه رو پیدا کنن به خاطر همین حوزه ساعت چهار صبح رسیدن به اداره پست تا افسر پلیس و شروع کردن با دستکش به گشتن چون میخواستن مطمئن بشن که همه چیز حفظ بشه ولی خب نتیجه این نداشت تا حدود ساعت هفت و نیم صبح که بالاخره نامه رو پیدا کردن نامه بسیار نامه عجیبی بود اول که این نامه رو شری نوشته بود در تاریخ یکم جوان حدود ساعت سه و ده دقیقه بام داد چیزی که توجه کاراگاهان رو به خودش جلب کرد این که بالای نامه نوشته بود آخرین وسیعت نامه و نامه اینجوری شروع شده بود که مامان، بابا، ریچارد، دان دوستتون دارم خیلی زیاد و نگران من نباشین من الان با حضرت مسیح با پدرم خواهم بود پس به هیچ عنوان نگران من نباشید فقط شخصیت شوخ و خوشحال من رو به خاطر داشته باشید و زمانهای خوبی که با هم داشتیم شری در این نامه از خانوادهش و یا هر کسی که باعث ناراحتیشون شده بود عذرخواهی کرده بود و درخواست کرده بود که ببخشنش فقط شخصیت شوخ و زمانهای خیلی خوبی که با هم داشتیم رو به یادتون بیارید لطفا هرگز اجازه ندید که این اتفاقی که برای من افتاده زندگی شما رو خراب کنه یک روزی همه ما با حضرت عیسی مشهور میشیم در ادامه نامه شری خواسته بود که اگر کسی رو ناراحت کرده اون رو ببخشه و خواهی کرده بود و همچنین خواسته بود که شخص دیگه جای اون رو در کروز آینده بگیره آقای باب اسمیت به محض اینکه نامه دخترش رو دید گفت که این دستخط دستخط شریه بنابراین کسی که تماس گرفته بود دروغ نگفته بود و شری رو داره و این به کارگاه ثابت میکنه که شری واقعا روبوده شده در کنار اینکه حالا بالای این نامه نوشته شده بود آخرین وسیعت نامه اما یک عبارتی هم داخل نامه بود که باعث نگرانی خانواده شری و همچنین کارگاه بود اون هم عبارتی که به معنی این بود که در تابوت بسته باشه همونطور که میدونید اکثر مسیحیان زمانی که یک نفر حالا فوت میکنه به خصوص به مرگ طبیعی در تابوت رو باز میذارن که عزیزان اون آدم برن و آخرین بار اون شخص رو ببینن و خداحافظی بکنن ولی این وصیت رو کرده بود که در تابوتش بسته باشه و این حد و گمان رو به وجود می آورد که آیا شری احساس می کرد اتفاق بسیار بدی قراره براش بیفته انقدر بد و انقدر روتش قراره به هم ریخته باشه که درخواست میکنه عزیزانش در تابوتش رو ببندن این بسیار جای نگرانی داشت با این حال نامه هیچ آدرس برگشتی نداشت تمرش تمر خاصی نبود در تیتراژ بالا حالا تولید شده بود و در دسترس همه بود به خاطر همین کارگاهان این نامه رو فرستادن به پزشکی قانونی تا حسابی بررسی بشه ببینن میتونن چیزی از توش پیدا بکنن یا نه در ساعت سه و هشت دقیقه همون سوم جوان دوشنبه روباینده دوباره تماس گرفت خانم دان تلفن رو جواب داد و روباینده درخواست کرد که تلفن رو بدن به هیلدا مادر شری مادر شری تلفن رو برداشت و روباینده از مادر شری پرسید که آیا نامه رو دریافت کردین یا نه و خانم هیلدا گفتش که بله ما دریافت کردیم ولی چیزی توش وجود نداشت که ما بدونیم شری حالش خوبه یا نه و روباینده گفتش که دو سه روز دیگه میفهمین خانم هیلدا گفت چرا دو سه روز دیگه و روباینده تلفن رو قطع کرد <applause> Can you believe me now well I'm not really sure I believe you because I haven't had any word from Sherry and I need to know that sherry is well you'll know in two or three days why two or three days با توجه به این که این تماس ها شنود می و در حال پیگیری بود روباینده بیشتر از این حرف نزد و تلفن رو قطع کرد متخصصین تونستن تماس رو ردیابی کنن به یک باجه تلفن در نزدیکی یک داروخونه در مرکز شهر زمانی که کاراگاهان به باجه تلفن رسیدن روباینده اونجا رو ترک کرده بود و همینطور اینکه هیچ اثر انگشتی از خودش باقی نذاشته بود و خب نتونستن چیزی پیدا بکنن در حدود ساعت 8 و دقیقه شب دوباره روباینده تماس گرفت و دوباره دان جواب تلفن رو داد این بار روباینده از دان پرسید که میبینم که از دانشگاه برگشتی اومدی پیش خانوادت و دان بهش گفتش که از کجا میدونی ولی خب روباینده جواب دان رو نداد و به دان گفت که گوشی رو بده به هیلدا مادرت و خب دان هم همین کار رو انجام داد روباینده دوباره از خانم هیلدا پرسید که آیا نامه رو دریافت کردین یا نه و خانم هیلدا گفتش که بله من نامه رو دریافت کردم ما نامه شری رو خوندیم بدین روباینه بهش گفتش که اگر نامه رو خونی چند تا نشونه به من از داخل نامه بدی خانم هیلدا گفت نامه دو صفحه بوده نمیدونم شده یک قلب کشیده بوده نامه حدود ساعت سه و ده دقیقه یکم جوان نوشته شده و رو گفتش که خب الان دیگه مطمئن هستیم که شری دست منه درسته خانم هیلدا گفتش که بله ما مطمئنیم که شری دست شماست ولی ما نمیدونیم که وضعیت شری در چه حالیه شری احتیاج به دارو و آب داره روباینده گفتش که شری هر ساعت چند لیتر آب میخوره و دستشویی هم هست و میتونه ازش استفاده کنه و حالش هم خیلی خوبه روباینده به خانم هیلدا گفتش که فردا یه دونه آمبولانس حاضر کنین دم در خونتون و یه نکته دیگه هم میخوام بهتون بگم که شری وصیت کرده علاوه بر این که در تابوتش بسته باشه دستاش رو هم روی سینش بذارن اگر اتفاق افتاد انگار که در حالت نمازه اون گفتش که من یه چیزی میخوام بهتون بگم شری الان بخشی از منه و ما از نظر روحی روانی الان یکی شدیم این حرف رو که خانم هیلدا شنید زد زیر گریه و گفتش که اگر شری زنده است بهش بگو که ما دوستش داریم و حاضریم هر کاری به خاطرش انجام بدیم رو دوباره درخواست خودش رو برای آمبولانس تکرار کرد و گفت که فردا یا آمبولانس حاضر کنید روباینده از اونجایی که میدونست تماس شنود میشه به خانم هیلدا گفتش که گوش کن گوش کن میخوام یه چیزی بگم میخوام برم همه چیز از کنترل خارج شد ولی شری الان حالش خوبه و بخشی از منه زمانی که اون رو پیدا بکنید من رو هم همراهش پیدا میکنید با توجه به اینکه تماس نسبت به بقیه تماس ها طولانی تر بود متخصصین سریع تونستن مکان رو ردیابی کنن از یک پمپ بنزین تماس گرفته شده بود در 13 کیلومتری خونه اسم. میتها. ولی باز هم رواینده هیچ نشونه ای از خودش به جا نذاشته بود و الان متوجه به حرفای عجیب و غریبی که زده بود کارگاهان کمی هم نگران بودن اصلا شک داشتن که شری زنده است یا نه با به اون که گفته بود در تابوتش بسته باشه دستاش روی سینهش باشه الان هم که گفته بود که شری بخشی از منه کارگاهان پرونده شری اولین کاری که انجام دادن این بود که جزئیات پرونده شی رو با یک مامور اف به اسم آقای جان داگلس در میون گذاشتن این آقای جان داگلس در دوره کار میکرد که قاتلین سریالی در آمریکا بسیار جولان میدادند در دهه 80 میلادی و خب احساس میکرد که احتیاج به یک کاری داره صحنه های جرم و جنایت بسیار زیادی رو دیده بود با قاتل بسیار زیادی مصاحبه کرده بود به خاطر همین زمانی که یک اتفاق میافتاد یک قتلی رخ میداد که نمیتونستن قاتل رو پیدا بکنن معمولا به این آقای جان داگلس مراجعه میکردن و این شروع میکرد به پروفایل نویسی با توجه به اطلاعاتی که وجود داشت و برای قاتل یک پروفایلی نوشت که مثلا این آدم چجوریه سنش چجوریه وضعیت ازدواجش چجوریه قیافش چجوریه البته در دوره الان خیلی علمی نمیدونن این مسئله رو ولی در اون زمان این مسئله جواب میداد اکثرا قاتلین سریالی شبیه به همدیگه بودن رفتارهای مشابهی داشتن به کارگان پرونده شری زمانی که روباین شروع کرد به تماس گرفتن متوجه شدن که باید آدم عادی سر و کار ندارن و این مسئله داشت نگرانشون نکرد به خاطر که به نظر میومد که روباینده شری در مورد مسائل جنایی میدونه میدونه که مثلا چجوری با رد خودش رو بپوشونه حتی زمانی که زنگ میزنه صداش رو تغییر میده به خاطر همین احساس می‌کردن که شریک جونش در خطره البته اگر زنده باشه به خاطر همین رفتم پیش این آقای جان داگلس و اطلاعات رو بشتن تا اون یک پروفایلی از قاتل به کاراگاهان بده که بهشون کمک کنه راحت تر قاتل رو شناسایی کنن آقای داگلس گفتش به احتمال زیاد روباینده شری در اواخر 20 سالگی تا عواست سی سالگی هستش مرد سفید پوسته و در حال حاضر هم مجرده احتمال داره که در گذشته ازدواج کرده باشه یا سابقه روابط ناموفق بسیار زیادی داشته باشه اگر فرزند داره فرزندش تحت هزانت خودش نیست اون احتمالا به تنهایی زندگی میکنه ولی احتمال این هم داره که با والدینش یا اقوامی که ازش بزرگترن زندگی بکنه داکلس گفتش که این احتمالا اولین جرمی نیست که آدم رو با انجام داده و سوابق بسیار زیادی باید داشته باشه با قانون بسیار باید درگیر بوده باشه استاکر بوده آدم ها رو دنبال می کرده زنان رو دنبال میکرده یا اینکه یک متجاوز جنسیه به دلیل جرائم جنسی دستگیرش کردن آقای داگلس گفتش که من معتقدم که آدم رو با از قربانی هاش برای خودش یادگاری برمیداره و تمایل بسیار زیادی به پورنوگرافی داره به فیلم های پرن داره و همچنین علاقه بسیار زیادی به روابط BDSM روابط ارباب و برده و به شدت هم مازوخیسمه آقای داگلس گفتش که با توجه به مکانی که شری دزدیده شده و رد پاها حدس بر اینه که احتمالا قاتل به کمک اسلحه یا چاقو شری رو به داخل ماشین خودش برده و این نشون میده که قاتل قیافه جذابی نداره اگر قیافه جذابی داشت اگر یک کمی حالت بود میتونست شری رو به روش های دیگه بکشه داخل ماشینش اون احتمالا اضافه وزن داره و از اعتماد به نفس بسیار پایینی رنج میبره قربانیان این آدم رو با احتمالا زنانی هستند که هیچ شانسی برای رابطه با اونها در زندگی واقعیش نداره بنابراین وقتی که اونها رو میگیره احساس قدرت و کنترل داره و قربانیانش هم احتمالا کودکان یا دختران بسیار جوان هستند. به نظر میاد که آدم رو با از زنان بالغ به شدت میترسه. آقای داگلس گفتش که با توجه به اینکه آدم رو با از یک دستگاه استفاده میکنه که صداش رو کنتر بکنه و تغییر بده، ولی مانع نمی نمیشه که لحجه جنوبیش مشخص نباشه. تقریبا تمام کسانی که داشت رو گوش دادن میگفتن که لحجه جنوبی داره. حالا جنوبی کجا رو من نمیدونم. ولی لحجه جنوبی داره و بعد از اون هم با توجه به این که داره از این دستگاه استفاده میکنه کارش احتمالا مرتبط با برقه تکنسیان برقه برای همین با این دستگاه ها آشنایی کامل داره آقای داگلاس گفتش که با توجه به اینکه آدم رو با به مادر شری خانم هیلدا گفته که در بوده ساعت دو بعد از ظهر نامه شری به دستتون میرسه این نشون میده که آدم رو با در همین منطقه زندگی میکنه به خاطر که نامه ها معمولا در ساعت دو در این شهر پخش میشن و به دست صاحبینشون میرسن بنابراین آدم رو با بومی همین منطقه است و در بعضی از تلفن هاش اسم میانی حالا شری هم به کار شریفهی شریفی و این نشون میده که خب آدم رو با احتمالا شری و خانوادهش رو میشناسه که از این اسم استفاده کرده از اون گذشته آقای داگلس معتقد بود که ما با آدم بسیار باهوش و آیکیوی عجیب و غریب طرف نیستیم ما با یک آدم وسواسی طرفیم آدمی که برای همه کاراش برنامه ریزی میکنه و حتی اون وایس هایی که از حالا آدم رو با داشتن که به خانم هیلدا صحبت میکردن پخش میشد آقای داگلس معتقد بود که آدم رو از روی کاغذ میخونه یعنی اینکه متنش رو نوشته و بعد دقیقا عین همون متن رو برای خانم هیلدا میخونه بنابراین ما با آدم باهوش طرف نیستیم ما با یک آدم وسواسی طرفیم که بسیار متفکره و از اون گذشته حدس و گمان ها مبنی بر اینه که این آدم اسکیزوفرنی داره میرسیم به سهشنبه چهارم ژوئن تقریبا پنج روزه که شرین ناپدید شده با توجه به اینکه حدس و گمان ها مبنی بر این بود که آدم رو با همه اخبار رو دنبال میکنه خانواده شری چندین بار در تلویزیون حضور پیدا کردن و درخواست کردن که آدم رو با دخترشون رو برگردونه و حاضرن برای اینکه دخترشون رو برگردونه هر کاری بکنن مردم محلی هم بسیار کمک کردن تقریبا هزار دلار پول جمع کردن برای هر کسی که بتونه خبری در مورد شری بده که منجر به پیدا شدن شری بشه و همچنین کاغذهای زیادی پوستر های زیادی چاپ کردن و در اطراف شهر چسبوندم به امید اینکه خبری از شری بشه ولی نشد تا اینکه در حدود ساعت هشت شب آدم رو با دوباره تماس گرفت و درخواست کرد که با خانم هیلدا صحبت کنه زمانی که شروع کرد با هیلدا به صحبت کردن گفتش که من میدونم تلفن ها شنود میشه من میدونم دارن ختم رو پیگیری میکنم پس حرف نزن بذار من حرف بزنم یه کاغذ و قلم بیار تمام چیزهایی که میگم رو یادداشت کن Saturday the first of June. She hand wrote what you received. Four fifty eight AM Saturday the first of June. Okay, Saturday the first of June four fifty eight AM Became one soul. Became one soul. What does that mean? No questions now, please. Adam Wokov Darcy come make with us <laughs> to Hashtag Mashali Duz و در یکم جوان ساعت سه و ده دقیقه شری آخرین وسیعت نامش رو نوشت و در حدود ساعت چهار و پنج و هشت دقیقه ما یک روح شدیم و به همدیگه پیوستیم زمانی که این حرف رو زد خانم هیلدا گفت که منظور چیه؟ منظور چیه که یه روح شدین؟ و آدم رو با بهش گفتش که اجازه بده من حرف بزنم هیچی نگو برای فردا بین ساعت چهار تا هفت بعد از ظهر یک آمبولانس په آماده کنید فردا زمانی که رو پیدا بکنید در حقیقت هر دوی ما رو پیدا خواهید کرد خداوند به شما برکت بده زمانی که انقدر داشت دریوری میگفت خانم هیلدا به آدم رو با گفت تو خدا دختر من رو نکش Do not kill my daughter, هیلدا I mean, زمانی که دید آدم رو داره اینجوری میگه بهش گفت که تو رو خدا دختر من رو نکش و آدم ربا به جای اینکه حرفی بزنه گفتش که خدا بهتون برکت بده ما شما رو بسیار دوست داریم و براتون دلتنگیم لطفا برو تا و تا فردا استراحت کن و خداحافظ و تلفن رو قطع کرد متخصصین تونسته بودن که این تماس رو ردیابی بکنن از 15 کیلومتری خونه اسمیت ها گرفته شده بود از یک پمپ بنزین زمانی که کاراگاهان رسیدن اونجا آدم رو با اونجا رو ترک کرده بود و دوباره مثل سریای قبل هیچ نشونه ای از خودش به جا نذاشته بود کاراگاهان احساس خوبی نداشتن با توجه به حرفایی که آدم رو باز زده بود احساس میکردن که با یک قتل و خودکشی طرف هستن احساس که احتمال داره آدم رو با اول شری رو به قتل برسونه و بعد خودش رو بکشه زمانی که جزئیات این تماس ها رو با آقای داگلس دادن آقای داگلس حرف دیگه ای زد گفت من معتقدم که شری در همون روز اول کشته شده همون زمانی که میده خودش بوده ساعت 4 و 58 و دقیقه یکم جوان شری به قتل رسیده و الان جسدش رو یک جایی رها کرده و اینکه این همه زمان داره میگذره و آدرس جسد رو نمیده به خاطر اینکه آدم رو با مرتب بر میگرده و جسد شری رو نگاه میکنه و لذت میبره برای همین حاضر نیست جای جسد رو بگه کاروگاهان پرونده شب بسیار سختی رو در پیش داشتم به خاطر اینکه با وجود اینکه آدم رو با گفته بود که من فردا شری رو رها میکنم ولی احتمالات بسیار زیادی وجود داشت احتمال داشت با قتل خودکشی طرف باشن احتمال داشت شری زنده باشه احتمال داشت شری مرده باشه و جنازه شری رو بخواد به دست احتمال داشت هیچ کار نکنه باید یه طرحی میریختن با این آدم رو بار دستگیر میکردن قبل از اینکه جرائم دیگه این مرتکب بشه قبل از اینکه شری رو بکشه اومدن یک طرحی ریختن برای فردا گفتم متوجه به اینکه آدم رو با گفته من زنگ میزنم ما بیایم تمام تلفن سکه که توی شهر هست رو قطع کنیم قطع کنیم یه چند تاشو وصل بذاریم اونایی هم که وصل میذاریم یه به براش بذاریم یه افسر پلیس بذاریم که این تلفن ها رو چک کنه و هر کسی که تماس گرفت ما اون وقت میتونیم اون آدم رو دستگیر بکنیم اگر همون زمان هم که تلفن خونه اسمیت ها زنگ خورد و آدم رو با تماس گرفت به این شک ما حداقل میتونیم آدم رو با رو دستگیر بکنیم و قرار شد که فردا پنجم جوان چهارشنبه تلفن ها همه ساعت دوازه ظهر به بعد قطع بشه تا زمانی که آدم رو با تماس بگیره

White frame Go backyard, God chose us. مکانی که آدم رو با آدرس داده بود در یک شهرستان دیگه بود که در 27 کیلومتری خونه خانواده اسمیت بود اونقدر هم دور نبود و خب خانواده آماده شدن که همراه با کاراگاهان برن که شریر رو تحویل بگیرن ولی خب کاراگاهان اجازه ندادن دیگه گفتن که نه شما نمیتونید بیاید چون ما نمیدونیم با چی طرفیم بنابراین شما بمونید تا ما خودمون بریم شریر رو تحویل بگیریم و هلیکوپتر بردن و هلیکوپتر اون منطقه رو چک کرد و یک ساختمون دو طبقه سفید رنگ بود که توسط جنگل کاملا احاطه شده بود سالها بود که ازش استفاده نمیکردن یک مکان آشنا نبود در دل جنگل بود با نمایی که هلیکوپتر داشت میگرفت تقریبا 15 متر پشت کلبه تونستن یکی بدنی که افتاده بود و رها شده بود رو ببینن و خب حدس اولی هم مبنی بر این بود که این بدن متعلق به شریه شری اسمیت 17 ساله با پای برهنه به پشت دراز کشیده بود و همون لباسی رو پوشیده بود که در روز ناپدید شدنش پوشیده بود کسانی که شری رو برای اولین بار دیدن گفتن که پیراهنش جوری روی بدنش کشیده شده که شبیه به کفن باشه تمام جواراتی که شری در زمان روبوده شدن همراه داشت ناپدید شده بود به جز یک گردنبند طلایی که حالا دوست به سرش بهش داده بود و یک گوشواره طلایی بلا فاصله مشخص شد که شری چندین روزه که مرده به خاطر اینکه بدن به شدت تجزیه شده بود علاوه بر اینکه هوا هم بسیار گرم بود این روند بسیار سریع شده بود به خاطر همین مشخص نبود که علت دقیق مرگ شری چیه و از اون مهمتر چه زمانی به قتل رسیده اما خوب کاراگاهان مطمئن بودن قاتل خودش گفته بود شری در اول جوان حدود ساعت 4 و و 8 دقیقه با قاتل یکی شده بود و اکثر کسانی که قاتل هستند معتقدند که قربانی ها در درون بدنشون دارن زندگی میکنن احتمالا این قاتل عجیب قریب همچین نظراتی داشت و شری در همون یکم جوان یعنی دوازده ساعت بعد از اینکه ناپدید شده بود به قتل رسیده بود دو ساعت بعد از اینکه وصیت نامه‌شو نوشته بود در پزشکی قانونی با توجه به اینکه بدن تجزیه شده بود نتونستن چیز خاصی پیدا بکنن رد گلوله رد چاقو هیچ چیزی وجود نداشت از اون مهمتر نمیتونستن بفهمن که آیا واقعا به شری تجاوز شده یا نه با این حال یک مده که بسیار مهم روی صورت شری پیدا کردن باقی مونده های چسب به نظر میمد که صورت شری رو کاملا با چسب پوشوندن و همچنین تکه از موهای شری بریده شده بود کاراگاهان معتقدند که این تکه مو به خاطر این بریده شده چون چسب احتمالا بهش چسبیده بوده و قاتل نمیخواسته هیچ نشونه ای از خودش به جا بذاره به خاطر همین پزشکی قانونی گفتش که علت مرگ شری خفگیه مکانی که رسات شری پیدا شده بود کاملا مورد بررسی قرار گرفت اما هیچ مدک قابل توجهی پیدا نکردن فقط رد لاستیک های یک ماشین رو پیدا کرده بودن که به نظر میمد جسد شری با این ماشین هم شده و بعد در حدود 3 متر جسد شری روی زمین کشیده شده بود تا جایی که حالا جسدش رو رها کرده بودن کاراگان معتقد بودند که قاتل به طور مرتب به صحنه جنایت برمیگشته تا جسد شری رو ببینه البته یک دو دستگی بین کاراگاهان وجود داشت ادهشون معتقد بودن که قاتل میاد که جسد شری رو ببینه و باهاش عشق بازی کنه ادهی دیگهشون معتقد بودن که قاتل اجازه داده که جسد شری کاملا بپوسه و بعد جسد رو تحویل داده با توجه به این که الان جسد شری پیدا شده بود مردم شهر بسیار نگران بودند. به خاطر اینکه نمیدونستن چرا شری دزدیده شده بود نمیدونستن چرا به قتل رسیده اصلا حدس و گمانهایی وجود داشت که شاید یه قاتل سریالی بینشون باشه توی خودشون و نفر بعدی میخواد کی باشه به خاطر همین رئیس پلیس شهر چندی رو چند بار کنفرانس مطبوعاتی گذاشت به مردم توضیح داد با قاتل صحبت کرد و بهش گفت که بیا خودتو معرفی کن ما نگران تیم ما نمیخوایم به تو آسیب برسونیم ما میترسیم تو به خودت آسیب بزنی به دیگران آسیب بزنی بیا ما بهت ضرر نمیرسونیم ما تو رو درمان میکنیم ولی خب واقعا قرار نبود خبری از قاتل بشه. منتها در روز پنجشنبه روز بعد از اینکه شری پیدا شد قاتل با یک روزنامه نگاری تماس گرفت و خودش رو قاتل شری معرفی کرد و یه سن نشونه داد در مورد نامه و گفتش که آره تو اگر بتونی با رئیس پلیس شهر صحبت کنی که توی تلویزیون توی برنامه زنده شما تلفن خونش رو بذاره من فردا خودم رو تحویل میدم من فقط میخوام با رئیس پلیس صحبت کنم البته این روزنامه نگارم رفت صحبت کرد ولی مونتا قرار نبود که به خواسته های قاتل توجه بکنم به خاطر اینکه قاتل قبلا هم درخواست زیادی داشت چند چند بار به مادر شری گفته بود که این جستجوها رو متوقف کنین هر زمانی که لازم باشه شری خودش برمیگرده نگفته بود که من شری رو به قتل رسوندم ولی خب همش به مادر شری میگفت که به رئیس پلیس بگو دیگه نگرده دیگه جستجو نکنه برام قرار نبود به حرفش گوش بدن تا میرسیم به روز جمعه هفتم جوان دیگه یک هفته است که حالا آدم رو با شری رو دزدیده و بعد از چند روز هم جسد رو تحویل داده در خونه خانواده اسمیت تقریبا همه چیز آروم خانم هیلدا رو با آمپول خوابوندن و آقای باب سمیت هم دنبال کارهای مراسم خاک که در حدود ساعت 20 و دقیقه تلفن خونه زنگ میزنه و عمه شری تلفن رو جواب میده صدای یک مرد ناشناسی رو میشنوه و مرد ناشناس میگه که من میخوام با دان یا هیلدا صحبت بکنم با توجه به اینکه خانم هیلدا خواب بود دان تلفن رو میگیره و به محض اینکه مرد شروع میکنه به حرف زدن متوجه میشه که این قاتل خواهرشه قاتل به دان گفتش که همه چیز از کنترل خارج شد و من تنها کاری که میخواستم انجام بدم این بود که با شری عشق ورزی کنم امیدوارم که تو و خانوادت من رو ببخشین خانم دان به قاتل گفت که تو لزومی نداره که خودت رو بکشی تو کافیه که خودت رو تحویل بدی و قاتل هم گفتش که من خیلی دلم میخواد خودم رو تحویل بدم به خاطر اینکه من واقعا مریضم نمیتونم اینجوری به زندگیم ادامه بدم نمیتونم توی زندان به زندگیم ادامه بدم به خاطر اینکه مطمئنم من رو میشونن روی صندلی برق و میکشن قاتل گفتش که شری بسیار قوی بود انقدر قوی بود که این باعث تعجب من شده بود و بعد سوال عجیب و غریبی از دان پرسید از دان پرسید که میخوای بدونی که خواهرت چجوری کشته شد و چجوری مرد و دان گفتش که آره آدم رو با گفت من به شری آپشن دادم گفتم که میخوای با گلوله بکشمت با اسلحه با بکشمت با یا اینکه خفگی رو انتخاب میکنی و شری خودش خفگی رو انتخاب کرد و در حالی که دست و پاش به تخت بسته شده بود در کمال شجاعت آخرین وصیت نامش رو برای خانوادهش برای شما نوشت و بعد از اون من سرش رو کاملا با چسب پوشوندم با هم عشق بازی کردیم و شری مرد موضوع دیگه هم وجود داشت در این تماس که باعث نگرانی کاراگاهان شده بود قاتل در چند مورد به جای اینکه اسم شری رو بیاره اسم دان رو آورده بود به عنوان مثال زمانی که داشت معذرت خواهی میکرد میگفت که حالا یه اتفاقی افتاده که شری رو به قطر رسوندم گفت حالا یه اتفاق افتاده من میخواستم با دان عشق بازی کنم به جای اینکه بگه شری گفته بود دان و این باعث نگرانی کاراگاهان شده بود به خاطر اینکه شری و دان بسیار شبیه همدیگه بودن با وجود اینکه چندین سال بینشون اختلاف سنی وجود داشت ولی خب خیلی ها, ها دو قلو هستن به خاطر همین کاراگاه میگفتن که شاید قاتل حالا یه اشتباه لفظی بوده کرده یا اینکه اصلا چشم داره به دان یعنی قربانی بعدی که میخواد بگیره دانه به خاطر اینکه آقای داگلس گفته بود که این اولین جرمی نیست که این قاتل انجام داده اصلا روش کارش نوع کارش میگه که قبلا هم جرم جنایت های دیگه انجام داده و قرار هم هم نیست با قتل شری متوقف بشه ما باید منتظر قربانی های بعدی باشیم اگر دستگیرش نکنیم شنبه 8 جوان مراسم خاکسپاری شری بود و بیشتر از هزار نفر در این مراسم شرکت کردند و این باعث نگرانی کارگاهان بود به خاطر اینکه به احتمال 100 درصد قاتل در این مراسم شرکت میکرد به خاطر همین با توجه به اینکه جمعیت زیاد بود نمیتونستن جمعیت رو کنترل بکنن با این حال مامورین پلیس در همه جا حضور داشتن افراد رو چک میکردن از همه مراسم فیلم برداری کردن آدم های مشکوک رو با خودشون میبردن که رو ازشون سوال بپرسن زمانی که شهر رو به خاک سپردن یک مردی که در بودن سی سالش بود شروع کرد به داد زدن و گریه کردن و التماس کردن به قاتل که بیا و خودتون معرفی کن چرا این دختر زیبایی رو کشتی و این و واکنشی که این مرد داشت نشون میداد اصلا چند تا از دوستان شری اونجا قش کردن به خاطر که احساس میکردم که با قاتل طرفن بلافاصله این مرد رو دستگیر کردن با خودشون بردن و بعد مشخص شد که همون ماشینی که حالا شری رو دزدیده دو دو این مرد همون مدل ماشین رو داره و زمانی که بردنش برای بازجویی واقعا چیز خاصی وجود نداشت حتی صداش رو هم مطابقت دادن اصلا صداش به صدای قاتل شبیه نبود و به نظر میاد فقط یک شهروند نگرانه که این موضوع بسیار متاثرش کرده و باعث شده که چنین واکنشی نشون بده خانواده اسمیت بعد از خاک سپاری به خونشون برگشتن در حدود ساعت 21 و 20, -20 دقیقه قاتل دوباره تماس گرفت و دان جواب تلفن رو داد قاتل به دان گفتش که من در مراسم حضور داشتم و خیلی متاثر شدم و خیلی ناراحت شدم حتی یک آفیسر پلیسی به من شک کرده منو با خودش برده توی پارکینگ و من جوری صحبت کردم که انگار من و دان با هم دیگه خیلی نزدیکیم و یه جورایی میخواستم بهش نشون بدم که بخشی از دان در درون بدن من حضور داره و شاید بتونه حسش بکنه با این حال قاتل گفتش که من جرات و جسارت این رو ندارم که خودم رو تسلیم بکنم خانم دان بهش گفتش که شی رو کجا به قتل رسونی حداقل مکان قتل رو به ما بگو و قاتل گفتش که در همین شهرستان خودتون به قتلش رسوندم جای دیگه ای نبوده و بعد به دان گفتش که من هفته دیگه شنبه زنگ میزنم و اطلاعات دیگه ای بهت میدم و تلفن رو قطع کرد باز هم طبق معمول تماس ردیابی شد ولی هیچ اطلاعاتی به دست نیومد و مشخص نبود که چه کسی تماس گرفته بعد از این تماس دیگه قاتل تماس نگرفت طبق قولی هم که به دان داده بود حتی شنبه هفته بعدش هم تماس نگرفت و اینکه صحبت نمیکرد کاراگاهان رو بیشتر نگران میکرد اینکه یا داره فرار میکنه یا جنایت دیگری داره انجام میده و هر چقدر که بیشتر حرف میزد بیشتر احتمال داشت که خودش رو لو بده حتی نسبت به تماس هایی که اون اوایل با خانواده اسمیت داشت تماس هایی که جدیدن میگرف یکم بیشتر حرف میزد بیپرواتر حرف میزد اطلاعات بیشتری میداد برای همین اینکه زنگ نمیزد کاراگاهان رو نگران میکرد علاوه بر اون مردم هم نگران بودن گفته شده در سر تا سر کارونای جون جنوبی خرید اسلحه بسیار بالا رفته مردم خیلی اسلحه تهیه میکردن چندین نفر با پلیس تماس گرفتن و گفتن که تماس های تهدیدآمیز دریافت کردن تا اونجا پیش رفت که حتی کاراگاهان گفتن که اگر چیز مشکوکی دیدید تماس بگیرید و حتی اگر خودتون سناریویی دارید اون رو هم زنگ بزنید و ارائه کنید شاید به دردمون بخوره ولی هیچ کدوم از این اظهار نظرهایی که مردم کردن هیچ کدوم از این سرنخهایی که مردم دادن به هیچ جا نمی رسید و قاتل کاملا سکوت کرده بود خانم دبرا و آقای شروط هلمی یک زوج بسیار جوون بودند که زمانی که سن و سالشون بسیار کم بود با همدیگه ازدواج کردند و صاحب سه فرزند شدن به طبع چون سنشون کم بود و شغلهای پردرآمدی هم نداشتن همراه با والدینشون زندگی میکردن و حالا همونجا هم بچه هاشون رو به دنیا آوردن کم کم که سنشون بالا رفت تونستن بیشتر کار کنن پول بیشتری جمع بکنن که بتونن یک مکان مستقلی رو برای خودشون اجاره بکنن همین شد که در اواسط سال 1985 خانواده هلمیک به شهرستان ریچلند رفتن تقریبا در چهل کیلومتری خونه اسمیت ها در یک مکان بسیار بزرگ که 13 تا تریلر گذاشته بودن یکی از این تریلرها ها رو برای خودشون اجاره کردن و زندگی مستقلشون رو برای اولین بار داخل این تریلرها ها تجربه کردن در ماه جوان سال 1985 تقریبا دو ماه بود که خانواده هلمیک به این مکان نقل مکان کرده بودن همسایه ها زیاد با همدیگه دیگه سمی نبودن به خاطر اینکه مجبور بودن بیشتر کار بکنن جز به قشری بودن که ساعت خوب کاریشون خیلی بیشتره در 14 همه جوان سال 1985 تقریبا دو هفته بعد از اینکه شری اسمیت رو شد خانم دبرا میخواست که سر کارش حاضر بشه به عنوان پیشخدمت در یک رستورانی کار میکرد و آقای شروط هم به کارگر ساختمانی کار میکرد خانم دبرا منتظر این بود که همسرش از سر کار برگرده که حالا بچه ها رو بسپاره به همسرش و خودش بره سر کارش ولی متاسفانه اون روز آقای شرود دیر اومد از اونجایی که خانم دبرا نمیتونست بچه هاش رو توی خونه تنها بذاره و خودش هم ماشین نداشت از همسرش خواهش کرد که اون رو سر کارش برسونه و ز بچه ها هم باشه که آقای شرود برگرده و همسایهشون هم خانم ویکی بی قبول کرد که اینها رو برسونه درست زمانی که اینا میخواستن خونه رو ترک بکنن آقای شرود از سر کار برگشت ولی خب یکی از بچه ها که 6 سالش بود و فرزند دوم خانواده بود به مادرش گفت که نه من میخوام بیام رانندگی ولی بعد برمیگردم همراه با همسایه و مادرش قبول کرد اما دبرای نه ساله که فرزند بزرگ خانواده بود و هم اسم مادرش بود گفتش که نه من میخوام بمونم و برادر کوچیکشون فرزند آخر خانواده بودی هم گفت من میخوام همراه آبجین بمونم و بازی کنم بنابراین در حالی که آقای شرود و دوستش میرفتن داخل خونه که حالا لباساشون رو عوض کنن یا آب به دست صورتشون بزنن دبرای نه ساله و بودی سه ساله تو اون محوت جلوی در خونهشون داشتن بازی میکردن یکی از همسایه ها حوالی ساعت چهار بعد از ظهر داشت از پنجره بیرون رو نگاه میکرد که متوجه یک صحنه عجیب و غریبی شد یک ماشین غریبه که تا حالا ندیده بودش وارد محوته خونه ها شد و نگه داشت ماشینشون دقیقا جلوی در خونه هلمیک ها و واشته به صحبت کردن با دبرا و خب این خانوم فکر کرد که احتمالا دوست خانوادگی و مشکلی نیستش اما در چند ثانیه این مرد دستش رو کرد زیر بغل دبرای نو ساله دبرا رو بغل کرد و انداخت توی ماشین و شروع کرده بود دبرا به جیغ زدن و لگد انداختن و این همسایه به معنای واقعی گیت شده بود سری اومد بیرون ولی خب خیلی دیر شده بود به خاطر اینکه مرد دبرا رو با خودش برده بود آقای شرود و دوستش فقط 6 متر با بچه ها فاصله داشتن آقای شرود داخل اتاق خواب بود صدای کولر گازی می اومد و صدای جیغ دخترش رو به هیچ عنوان نشنید اما دوستش صدای جیغ رو شنید و آقای شرود رو صدا زد و گفتش که بیا و نمیدونم بیرون چه خبر و با هم دیگه دویدن اومدن بیرون ولی زمانی که رسیدن بیرون دیگه دبرا و اون مرد ناشناس دور شده بودن با اینکه سوار ماشین هم شدن رفتن و تعقیبش کردن اما نتونستن ماشین رو پیدا کنن در همین زمان وودی سه ساله هم رفته بود قایم شده بود و پیداش نمیکردن زمانی که پیداش کردن وودی گفتش که این مرد بدجنس به من گفته که برای دزدیدن من و گرفتن من برمیگرده بلافاصله بعد از اینکه به پلیس خبر دادن دبرا دزدیده شده خب شروع کردم به دنبالش گشتن و از اونجایی که همسایه بسیار آدم رو رو دقیق دیده بود تونست توصیف دقیقی از آدم رو با بده این خانم گفتش که آدم رو با حدودا 175 سانتی قد داشت سفید پوست بود وزنش حدود 90 کیلوگرم و احتمالا در عواسط سی سالگی بود این خانم همچنین تونست توصیف بسیار دقیقی از ماشین به کارگاهان بده مدلش و رنگش و همه چیز رو گفت و حتی به طور دقیق به پلاک ماشین هم نگاه کرده بود اما چون اون استراب بسیار زیاد بود پلاک رو فراموش کرده بود ولی مطمئن بود که با حرف دی شروع میشه این پلاک خانواده هلمیک نمیدونستن که چرا دخترشون دوز دیده شده هیچ دشمنی نداشتن با کسی اصلا درگیری نداشتن از اون گذشته فقط دو ماه بود که به این منطقه اومده بودن قبل از این اتفاق هیچ کدوم از همسایه ها چیز مشکوکی ندیده بودن ماشین مشکوکی ندیده بودن رفتار مشکوکی آدم مشکوکی هیچی ندیده بودن و خب کاراگان حدس میزدن که احتمالا این یک آدم روایی فرصت طلبانه باشه از یه طرف دیگه این جایی که دبرا دزدیده شده بود تقریبا چهل کیلومتر با جایی که شری دزدیده شده بود فاصله بود این دو تا شهرستان جدا بودن با این حال شباهت وجود داشت بین دبرا و شری از همه مهمتر این بود که هر تا دختر دم در خونهشون دزدیده شده بودن جلوی چشم والدینشون دزدیده شده بودن با وقاحت تمام هر تا دختر بلوند بودن هر تا دختر چشمای آبی داشتن فقط یه چیزی یه فاصله 8 ساله بین اینها بود دبرا خیلی بچه بود در صورتی که ما میتونیم بگیم شریع در حدودن بزرگ سال بود البته تفاوت های دیگه هم وجود داشت به نظر می اومد که این آدم رو از لحاظ هیکلی و وزنی لاغرتر از آدم رو شریه و مدل ماشینش هم متفاوت با مدل ماشینیه که حالا شری دزدیده شده و کارگان حدس می زدن که خب ممکن آدم رو از ماشین دزدی استفاده کرده باشه با توجه به شباهت‌هایی هایی که وجود داشت کارگاه ها می ماجرای دزدیده شدن دبرا از دو حالت خارج نیست یا اینکه این, این همون آدم رو شری رو دزدیده یا اینکه یه آدم ربای جدید یه قاتل جدیده که داره از اون آدم ربا کپی میکنه و خب این موضوع رو ترسناک میکرد اگر این آدم ربا همون آدم ربای شری بود تماس میگرفت با خانواده دبرا و میخواست سر به سرشون بذاره باشون صحبت کنه اما یه مشکلی وجود داشت خانواده دبرا تلفن نداشتن برای همین کاروان احساس میکردن که این یک آدم ربایی فرصت طلبانه بوده اگر این آدم رو با همون آدم ربای شری باشه برخلاف خانواده اسمیت که بسیار قدرتمند ظاهر شدن در رسانه ها صحبت کردن با رسانه ها صحبت کردن درخواست کمک میکردن با آدم ربا تلفنی صحبت میکردن و خودشون رو محکم نگه داشته بودن خانواده هلمیک اینجوری نبود میگن آقای شروت هلمیک به شدت گریه می‌کرده و اصلا گریه این آدم نداشته و همش خودش رو توفه لعنت میکرده که چجوری دخترش رو از دم در خونش دزدیدن با وجود که این آقا و خانومش به شدت مواظب به بچه ها بودن و این بچه ها رو کنترل میکردن خانوم هلمیک انقدر حالش بد بود که کارش به بیمارستان روانی کشید و اصلا مدت ها در بیمارستان بستری بود به خاطر حمله های عصبی شدیدی که بهش دست میداد در 25 جوان قرار بود که شری اسمیت 18 ساله بشه و به پیشنهاد آقای داگلس قرار بود که یک طرحی رو نهایی کنن که حالا بتونن قاتل رو دستگیر بکنن آقای داگلس پیشنهاد داد که این تولد رو بسیار پرشور برگزار کنن رسانه ها و حتی بیان فیلم برداری کنن این موضوع رو پوشش بدن تا توجه آدم رو رو بتونن جلب بکنن به خاطر که یکی دو هفته از آدم رو سکوت کامل کرده و حتی به خونه اسمیت ها هم زنگ نزده و این طرح قرار بود اجرایی بشه و بعد از اون از اونجایی که شری خیلی علاقه به کوالا بود و همیشه عروسک های زیادی از کوالا داشت دان خواهرش یه از این عروسک ها رو بذاره روی سنگ قبر شری و اینجوری شاید بتونن آدم رو بارو رو وسوسه کنن که بیاد و این کوالا این عروسک رو برداره بنابراین قرار بود که این تولد در 25 ژوئن برگزار بشه سه روز قبل از اینکه این, این تولد برگزار بشه یعنی در 22 ژوئن تلفن خونه اسمیت ها در نیمه شب شروع کرد به زنگ خوردن در نظر بگیرید که دو هفته از آدم رو با تماس نگرفته و هش روز هم هست که ناپدید شدن دبرا میگذره زمانی که دان تلفن رو جواب داد و صدای آدم رو با رو شنید آدم رو با بهش گفتش که تو باید به شری پیوندی امروز نه فردا فردا نه هفته دیگه هفته دیگه نه ماه دیگه سال دیگه تا کی میخوای فرار کنی تا کی میخوای ازت مراقبت کنم بالاخره باید به شری بپیوندی و بعد گفتش که در مورد دبرا هلمیک شنیدی و دان گفتش نه به خاطر اینکه آدم رو با فامیل دبرا رو اشتباه تلفظ کرده بود و اینجا آدم رو با فهمید و به دان گفتش که نه منظورم دبرا هلمیکه و دان گفتش که آره و آدم رو با شروع کرد به آدرس دادم آدم رو با قبل از اینکه تلفن رو قط بکنه گفتش که دبرام منتظره. خدا همه ما رو ببخشه. زمانی که تماس به اتمام رسید کارگاهان مطمئن بودند که آدرسی که آدم رو داده در حقیقت آدرس منطقه یک جسد دف شده بود. جسد دبرا دقیقا مثل جسد شری کاملا تجزیه شده بود و این سطح تجزیه به قدری بود که نمیتونستن علت مرگ رو کاملا تعیین کنن و بگن به چه جوری مرده به چه وسیله این مرده از اون گذشته دبرا دقیقا همون لباس تنش بود که روز دوزیده شدنش تنش بود و بعد از اون متخصصین تونستن که روی صورت دبرا و لای موهاش باقی مونده های چسب رو پیدا کنن و این به این معنیه که اون دقیقا مثل شری به قدر رسیده متخصی نتونستن تعیین کنن که آیا به دبرا تجاوز شده یا نه به خاطر اینکه سطح تجزیه بالا بود با این حال گفتن انگیزه کاملا جنسی بوده در کنار دبرا یک دونه شورت بیکنی زنانه هم افتاده بود و آقای داگلس معتقده که آدم رو با خودش این لباسی رو اینجا گذاشته، به خاطر اینکه حس بدی داره که با یک بچه رابطه برقرار کرده این لباس رو گذاشته که یه جورایی از گناه خودش کم کنه و بگه که نه من با یک بزرگ سار طرف بودم رابطه ای که با شریر داشت رو میتونست توجیح کنه شری تقریبا بزرگ سال بود ولی دبرا کاملا کودک بود نه سالش بود منطقه که جسد دبرا پیدا شده بود کاملا مورد بررسی قرار گرفت اما متاسفانه کاراگاهان هیچ چیزی پیدا نکردند که بهشون کمک کنه که قاتل رو شناسایی بکنن اما یک مسئله وجود داشت اون هم اینکه قاتل اومده بود هایی که انجام میداد رو بین شهرستان های مختلف پخش میکرد در اون منطقه درسته که در یک ایالت بودن اما در شهرستان های مختلف بود شری رو در یک شهرستان دزدیده بود در مکان دیگه در شهر دیگه رها کرده بود جسدش رو درسته که فاصله های زیاد نبود ولی خب مناطق قانونی با هم دیگه متفاوته به عنوان مثال کاراگاهان متفاوتی روی پرونده کار میکنن و این مسئله حالا قانون بود در همه چیز میتونه کار رو سخت بکنه اصلا یا جاهای جلوشون رو بگیره یا وقتشون رو تلف بکنه و این باعث نگرانی کاراگاهان بود از یه طرف دیگه یه سری امیدها داشتن قاتل در تماسی که با دانداش این دفعه صداش رو قایم نکرد این دفعه از دستگاه استفاده نکرد که صداش رو عوض کنه بنابراین یا قاتل عصبانی بود یا داشت کار میکرد بعد از اینکه جسد دبرا پیدا شد رئیس پلیس شهر اومد با مردم صحبت کرد یک کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و بهشون گفتش که من خیلی متاسفم که دارم این حرف رو میزنم ولی ما در ایالت کارولینای جنوبی یک قاتل سریالی داریم که داره بین ماها میچرخه و هر آن ممکنه یک کدوم از دخترای ما رو بدزده بدون اینکه ما بدونیم مثلا چه دلیلی داره برای دزدیدن یا اینکه حالا مینیموم سنی داشته باشن نه هیچی نداره همه آدم دوزی هم فرصت طلبان است و به مردم هشدار داد که مواظب خودشون و بچه هاشون باشن و هر چیز مشکوکی رو گزارش بدن از یه طرف دیگه از اون زمان تصویر آدم رو با پخش نشده بود تصویری که ازش کشیده بودن ولی الان بعد از اینکه در طی 22 روز قاتل تا دختر رو از در خونشون دزدیده بود و کشته بود و هیچ نشونه ای از خودش نذاشته بود اومدن این تصویر رو منتشر کردن و از مردم خواستن که هر کسی که شبیه به این آدم هست رو بهشون معرفی بکنه آقای داگلس میگفت که آدم رو با در طی این مدتی که حالا داره این جرائم رو انجام میده احتمالاً وزن بسیار زیادی رو از دست داده حالا یا برای اینکه خودش رو پنهان کنه یا اینکه حالا چون خیلی خوشحاله و دیگه مشروب نمیخوره و اون هیجان رو داره از یه طریق دیگه دریافت میکنه این باعث لاغری شده اگر به خاطر داشته باشید گفتم که در 25 ژوئن قرار بود که تولد شری باشه با وجود اینکه نگرانی هایی وجود داشت با وجود اینکه آدم رو با به صورت مستقیم دان رو مورد هدف قرار داده بود و بهش گفته بود که بالاخره باید بری تا کی میخواد از محافظت بکنن ولی این تولد برگزار شد هلیکوپتر اون بالا میچرخید و همه رو چک میکرد معمول پلیس همه جا حضور داشتند رسانه ها بودن همه چیز به طور کامل فیلم برداری شد آدم های مشکوک رو دستگیر میکردن و ولی با این حال هیچ چیز غیر اتفاق نیفتاد مراسم برگزار شد طبق گفته ای آقای داگلس خانم دان اون کوالا رو گذاشت روی قبر شری ولی هیچ کس در اون روز نیومد این کوالا رو بردار یا تلاشی برای دزدیده شدنش بکنه 26 همه جوان روز بعد قرار بود که دبرای نه ساله رو به خاک بسپارن البته که برای خانوادش به شدت سخت بود ولی این اتفاق افتاد و البته اتفاق خوشایند هم دقیقا در همین روز اتفاق افتاد اگر به خاطر داشته باشید ما تنها مدرکی که از آدم رو داشتیم که آدم رو با مستقیم اون رو به ما داده بود نامه و وسیعت نامه بود که شری برای خانوادهش نمیشه بود و آدم رو با اون رو پست کرده بود زمانی که با چشم عادی به این وسیعت نامه نگاه بکنی خب حاوی اطلاعات خاصی نداره و حتی بررسیش هم که کردن اثر انگشتی نداشت اما ممکنه چیزهایی روش نوشته شده باشه که ما نتونیم با چشم عادی ببینیم به عنوان مثال شما این دفتر رو داری داری روش چیزی می نویسی چیزهایی که روش می نویسی روی برگه بعدی نشونه های از خودش به جا میذاره و حالا متخصصین معتقد بودن که ممکنه که این اتفاق روی برگه شعری هم افتاده باشه یعنی این برگه ها بوده قبلا روی برگه های دیگه چیزی نوشته شده باشه و این رد افتاده باشه روی وصیت نامه شری و دقیقا همین اتفاق هم افتاد زمانی که وسیعت نامه رو بررسی کردن برخوردن با یک لیست خرید که به نظر میمد یه نفر لیست خرید نوشته روی این وسیعت نامه روی برگه ای که روش بوده زمانی که با دقتتر بررسی کردن متوجه شدن که یک رشته شماره هم وجود داره وقتی دقیقتر بررسی کردن متوجه شدن که این رشت شماره در حقیقت شماره تلفنه زمانی که این رشته شماره 10 رقمی رو مورد بررسی قرار دادن خب اون 6 تا اولش که اصلا اهمیتی نداشت چون کد منطقه و کد ایالت و اینها بود ولی چهارتا تا شماره دیگه بسیار مهم بود که ما رو میتونست به مظلوممون برسونه به آدم رو بامون برسونه ولی از این چهارتا تا فقط 3 قابل خوندن بود ولی خب اهمیتی نداشت دیگه الان حداقل میتونستن 10 تا شماره مورد بررسی قرار دادن بالاخره از بین این 10 تا میتونستن یه جوری به قاتل برسن چرا باید روی نامه شری شمال یک نفر نوشته شده باشه حتما دلیلی داره حتما به قاتل مربوطه به خاطر همین شروع کردن به تماس گرفتن تا رسیدم به یک موردی که یک مرد حالا تقریبا خوش صدا جواب تلفن رو داد تقریبا بین 20 تا 30 سال عمرش بود و خودش رو جو شپرد معرفی کرد جو شپرد در ارتش خدمت میکرد و گفت که من الان ماهاس که پایگاه رو ترک نکردم بنابراین خودش نمیتونست مزنون باشه اصلا چرا باید خودش شماره خودش رو بنویسه به هر ازش پرسیدن که آیا در کارنای جنوبی ایالت کارنای جنوبی تو قومی فامیلی چیزی داری و جو شپرد گفتش که آره پدر و مادرم اونجا زندگی میکنن و بعد از اون پدرم برق کاره و پنجاه سالشه زمانی که کاراگاهان رسیدن در خونه آقای شپرد و آقای شپرد در رو باز کرد حسابی جا خوردن به خاطر اینکه آقای شپرد هیچ جور شبیه قاتل اونها نبود اولا که این آقا بسیار مسن بود و پیر بود کم کم 60 70 سال عمرش بود در صورتی که ما میدونیم قاتل تقریبا 30 سالشه بیشتر از 30 سال نمیتونه باشه و بعد از اون اصلا آقای شپرد تا حالا با قانون درگیر نشده بود سابقه کیفری نداشت و بعد از اون اصلا ازدواج موفقی با همسرش داشت با این وجود اینکه آقای شپرد حسابی جا خورده بود اما مامورش رو دعوت کرد که بیان داخل خونه و بشینن و با همدیگه صحبت بکنن از آقای شپرد پرسیدن که در مورد آدم روبایی و قتل هایی که اتفاق افتاده آیا اطلاع داری یا نه و آقای شپرد گفت که آره من شنیدم و بعد برای آقای شپرد توضیح دادن که شماره پسرت روی وسیعت نامه یکی از قربانی ها بوده که قاتل پستش کرده وقایش برت حسابی جا خورده بود و اصلا نمیفهمید که چرا شماره پسرش باید روی وسیعت نامه باشه و گفت که والا من نمیدونم و اینها و اصلا زمانی که شری و دبرا دزدیده شدن و کشته شدن ما اصلا نبودیم ما خارج از شهر بودیم پسرمون چند وقتی بوده که نیومده بوده دیدنمون ما به یک ایالت دیگه ای رفتیم و زمانی که ما نبودیم کس دیگه حالا داخل خونمون بوده و از خونمون مراقبت میکرده کارگاه شروع کردن به توضیح دادن که قاتل این شکلیه یه همچین آدمی باید باشه قدش انقدر باشه وزنش انقدر باید باشه و آقا و خانم شپرت هی چپ چپ به همدیگه نگاه میکردن هی انگار یه چیزی میدونستن و شک داشتن که باید بگن یا نه یک نکته ای رو توجه بکنید خونه آقا و خانم شپرد در 13 کیلومتری خونه اسمیت هاست و دقیقا در 3 کیلومتری جایی که جسد دبرار رها شده یعنی اینا باید یه ربطی داشته باشن به قاتل به هر جهت اینا هی به همدیگه نگاه میکردن هی کارگاه بیشتر اطلاعات دادن چون متوجه شده بودن که اینا یه چیزی میدونن و دنبال یه دلیلی که حرف بزنن آقای شپرت گفتش که در زمانی که ما خارج از شهر بودیم یکی از کارمندان من تو خونه من بوده که مواظب خونمون باشه که حالا دزدی چیزی نیاد و من تنها جایی که یادم میاد شماره پسرم رو نوشتم روی یک کاغذی بوده که برای اون نوشتم علاوه بر شماره جو شپرت پسرم چند تا شماره دیگه هم براش نوشته بودم و جز این چیز دیگه یادم نمیاد این حرف رو که آقای شپرد زد یکی از کاراگاهان صدای مزدون رو برای آقا و خانم شپرد پخش کرد بلا فاصله بعد از اینکه این صدا رو شنید گفت که پسره عوضی این صدای لریجین بله لری جین بل 36 سالش بود و اهل کارنای جنوبی بود درست مثل چیزی که آقای داگلس گفته بود یک بار ازدواج کرده بود و یک فرزند هم داشت و البته این رابطه به طلاق ختم شده بود لری قبلا در تفنگداران دریایی خدمت کرده بود اما بعد از اینکه در حین تمیز کردن اسلحه به صورت تصادفی به زانوی خودش شلیک کرده بود خب مرخص شد و دیگه نتونست اونجا خدمت بکنه بعد از اینکه از ارتش مرخص شد مشاغل بسیار زیادی رو امتحان کرد منشی بود نگهبان زندان بود بعد تکنسیان برق هم شد زمانی که گذشته لری رو چک کردن متوجه شدن که ده سال قبل اون با چاقو به یک زن جوون نزدیک شده بوده و سعی کرده بوده که این خانم جوون رو سوار ماشینش بکنه دقیقا همون اتفاقی که برای شری افتاده بود البته این خانم برعکس شری خوششانس بود به خاطر اینکه یک رهگذر صدای جیغ و این رو شنیده بود و اومده بود به کمکش و پلیس رو هم خبر کرده بود بنابراین لری زمانی که داشت فرار میکرد توسط پلیس دستگیر شد و بعد به اتهام اقدام به آدم رو دستگیرش کردن و به پنج سال زندان محکوم شد با این حال لری پنج سال زندانش رو نکشید به خاطر اینکه بهش گفتن میتونی هزار دلار بدی و از زندان آزاد بشی به خاطر اینکه جرم اولت بوده دقیقا هشت ماه بعد از اینکه این جنایت رو مرتکب شده بود توی خیابون دید که یک خانومی سر خورد و افتاد زمین به حساب خودش رفت به این خانوم کمک کنه ولی بعد سعی کرد که این خانوم رو بدزده این خانوم هم شانس آورد و مردم به کمکش اومدن لری دوباره دستگیر شد و به پنج سال زندان محکوم شد از اونجایی که در فاصله کم لری دو تا جنایت شبیه به هم رو انجام داده بود باید در جلسه های روانپزشکی هم شرکت میکرد که مورد بررسی قرار بگیره لری خودش به روانپزشکش گفته بود که میل های غیر قابل کنترلی برای حمله به زنان داره و نمیدونه باید چیکار بکنه و میترسه که کارهای بدتری انجام بده و البته این روان پزشکا هم در گزارشی که به دادگاه ارسال کردن گفتن که احتمال 100 درصد لری دوباره جرائم دیگه ای انجام خواهد داد در نهایت بهش 5 سال زندان دادن دو سالش رو کشید دوباره از زندان آزاد شد و در سال 1979 چند ماه بعد از اینکه از زندان آزاد شد شروع کرد به تماس گرفتن با یک خونه که یک دختر 10 سال جواب تلفن رو میداد و در این تماس که میگرفت با این دختر حرف بسیار بدی میزد برای این دختر رابطه جنسی رو توضیح میداد که چجوری میخواد باش بکنه چیکار میخواد باش بکنه و البته والدین دختر متوجه شدن و پیگیری کردن و لری رو تونستن دستگیر بکنن لری دوباره دو سال زندان رو تعلیقی بهش دادن به این معنی بود که زندان نمیره در زمان حمله به شری و دبرا لری چند سالی بود که با والدینش زندگی میکرد و بعد از اون به ندرت فرزند دوازده سالش رو میدید به خاطر اینکه همسر سابقش و فرزندش اصلا در یک ایالت دیگه زندگی میکردن و لری در این زمان به عنوان کار معمولی برای آقای شپرد کار میکرد زمانی که آقا و خانم شپرد میخواستن برن به دیدن فرزندشون به لری گفتن که ما یه شیش هفته نیستیم تو میتونی توی خونه ما باشی و مراقب خونه ما باشی و البته که لری قبول کرد بعد از اینکه مسافرت آقا و خانم شپرد تموم شد و برگشتن به کارولینای جنوبی قرار بود که لری بره دنبالشون زمانی که برای اولین بار لری رو دیدن متوجه شدن که قیافه لری به شدت عوض شده ریشش رو مدل خاصی میتراشه تقریبا خیلی بلند کرده ریشش رو و بعد از اون وزن خیلی زیادی هم از دست داده که این براشون عجیب بود اما نکته تر این بود که در تمام مدت لری فقط در مورد شری صحبت میکرد در مورد قتلش در مورد دزدیده شدنش ظاهرا خانم شپرد از لری خواسته بود که روزنامه های مربوط به این پرونده رو نندازه دور نگه داره که اینا وقتی اومدن بتونن مطالعهش بکنن اما زمانی که رسیدن خونشون دیدن که لری تمام روزنامه های مختلف رو خبرای مربوط به دزدیدن شری رو در آورده و همه رو آرشیو کرده که خانم شپرد بتونه اینها رو بخونه و زمانی که برای اولین بار عکس مزنون منتشر شد در روزنامه ها آقا و خانم شپرد حسابی جا خوردن چون به نظرشون می اومد خیلی شبیه به لریه حتی در این مورد با هم دیگه هم صحبت کردن اما سریع این مسئله رو رد کردن و گفتن که شاید لریه کمی عجیب و غریب باشه اما خب اون خیلی آدم آروم و مهربون و محبوبیه و اصلا دلیلی نداره که بخواد به دیگران آسیب بزنه اصلا هیچ وقت ازش رفتار نگران کننده ندیدن حتی همسایه ها هم لری رو آدم بسیار مهربون و خوبی میدونستن آدمی که میتونی همیشه و هر لحظه روی کمکش حساب بکنی آقا و خانم شپرد معتقد بودن لدی یکی از دوست داشتنی ترین آدمهایی که در طول زندگیشون دیدن اما وقتی که حالا این عکس مزنون رو دیدن قبل از اینکه کارگاهان بیاد یه شب انقدر استرس گرفته بودن زمانی که داشتن در موردش با هم دیگه صحبت میکردن که آقای شپرت یادش اومد که زمانی که خونه رو ترک کرده یه اسلحه هم توی خونه بوده که اسلحه پر بوده و بعد میره که اسلحه رو برداره میبینه که اسلحه نیستش همون موقع زنگ میزنه به لری و میپرسه که اسلحه کجاست و من یه اسلحه توی خونه داشتم و لری بهش میگه که توی اتاق مهمان که من توش موندم این 6 هفته زیر تخت میتونی بری برش داری زمانی که آقای شپرد میره و تخت رو بلند میکنه اسلحه پرش رو پیدا میکنه همراه با اون یک مجله پورنوگرافی که حالا مخصوص BDSM بوده همونطور که قبلا اشاره کرده بودم لری پیش آقای شپرد کار برقکاری انجام میداد بنابراین چهارشنبه 26 م ژوئن 1985 در حالی که لری آماده شده بود و از خونه این والدینش راه افتاده بود که به خونه آقای شپرد برای کار برقکاری آفیسرهای پلیس محاصرش کردند و دستگیرش کردند البته که لری اصلا تعجب نکرد به نظر میومد که خیلی هم مشتاقه تنها حرفی که به آفیسر پلیس زد این بود که میتونم با مامانم تماس بگیرم از اونجایی که قتل شری و دبرا در زمان اتفاق افتاده بود که خانواده شپرد خارج از شهر بودن و لری مسئول این بود که حالا مراقب خونه اینها باشه کاراگان حدس میزدند که صد درصد شری و دبرا خونه خانواده شپرد به قتل رسیدن یعنی محل جنایت اونجاست بنابراین باید میرفتن که اونجا رو بررسی میکردن در حالی که آفسرهای پلیس لری رو به اداره پلیس منتقل میکردن تا ازش بازجویی کنن تیم متخصص صحنه جنایت رفته بودن خونه آقای شپرد تا اونجا رو کاملا بگردن چیز حدود دوازده ساعت وقت گذاشتن البته که چیزهایی پیدا کردند با وجود اینکه اتاق مهمانی که لری در این مدت توش سکونت داشت کاملا جارو شده بود گردگیری شده بود تمام ملافه ها شسته شده بود اما روی تخت تونستن آثار خون رو پیدا کنند که با خون شری همخانی داشت از اون گذشته داخل هموم شیش تا تار موی بلند بلوند پیدا کردن که گفتن با شری همخانی داشته کارگان همچنین حکم بازرسی خونه والدین لری را هم گرفته بودند والدین لری به شدت آدم های محترم و سرشناسی بودند و هرگز تا قبل از ماجرای لری با قانون درگیر نبودن خودشون وقتی که رفتن خونه اینها رو گشتم به خصوص اتاق لری یک مجموعه بسیار بزرگ از پورنوگرافی پیدا کردن چه فیلم چه مجله که کلا هم در مورد بی دی اس ام بود کلا در مورد ارباب و برده بود متخصصین همچنین یک کیسه بسیار بزرگ پیدا کردن که داخلش پر از لباسیرهای زنانه بود و مشخص نبود که این لباسیرها رو خود لری خریده یا اینکه از قربانی‌هاش یا از زنان دزدیده به هر جهت توی این کیسه یه دونه سوتیان پیدا کردن که دقیقا با اون شورتی که نزدیک جنازه دبرا پیدا شده بود همخانی داشت به نظر می اومد که ست بودن با هم که لری شورتش رو انداخته بود کنار جنازه دبرا در کشای میز لری همچنین تمرهای پستی پیدا کردن که با اون نامه ای که لری برای خانواده شریف فرستاده بود همخانی داشت فیلم های مراسم خاکسپاری شریف و دبرا هم بررسی شد و جالب این بود که در این مراسم ها لری حضور پیدا کرده بود البته خودش هرگز در فیلم ها مشاهده نشده بود بلکه داخل ماشینش بود و ماشینش در اونجا حضور داشت و پلاکش کاملا گرفته شده بود شواهد غیر مستقیم علیه لری بسیار زیاد زیاد یعنی تقریبا همه صد درصد معتقد بودن که خب لری قاتلیه که حالا شری و دبرا رو به قتل رسونده اما کافی نبود برای اینکه لری رو به دادگاه بکشن و محاکمش کنن کافی نبود یه چیز دیگه هم احتیاج داشتن اون هم اینکه لری خودش اعتراف بکنه که شری و دبرا رو به قتل رسونده ولی لری این کار رو نکرد زمانی که در بازجویی بود لری به کاراگاهان گفت که من نمیدونم اون آدم چه بلاهایی سر این زنهای بیچاره آورده ولی این لریجینی که اینجا نشسته این کار رو انجام نداده اون کارها رو لریجین بد انجام داده اون شخصیت دیگه من انجام داده و منی که اینجا نشستم نمیتونم به کارهایی که نکردم اعتراف کنم چون اون این کارا رو انجام داده من انجام ندادم لری به شکلی رفتار میکرد که انگار دو شخصیت داره یه شخصیت بسیار خوب همون چیزی که دیگران ازش تعریف میکردن و یه شخصیتش هم که قاتل سریالی و شکارچی زنان بلند یه درخواست عجیب و غریبی که لری در اتاق بازجویی کرد این بود که دلش میخواست با خانه واده شری ملاقات بکنه بخصوص با هیلدا و دان و البته هیلدا و دان قبول کردن انتظار داشتن که حالا مثلا لری اوسخایی کنه یا اینکه در مورد شری باهاشون صحبت بکنه ولی لری نشست به موزه کردن و حرفای عجیب و غریب زدن به عنوان مثال گفتش که من نمیدونم که من این کار رو با دختر شما انجام دادم یا نه اصلا به خاطر ندارم و یادم نمیاد ولی اگر من کردم اگر اون شخصیت دیگه من کرده من از شما معذرت خواهی میکنم و امیدوارم هیچ کینه ای از من نداشته باشید و خدا همه ما رو ببخشه کارگاه هم بر از مصاحبه با دوستان و خانواده لری فهمیدن که تا قبل از سی می شری و لری اصلا همدیگر رو تا حالا ندیده بودن و نمیشناختن ظاهراً شری بعد از استخر پارتی در اون سیای می که همراه با دوست به میاد به پارکینگ که ماشینش رو برداره و بره خونهشون لری در اون پارکینگ حضور داشته به خاطر اینکه مادرش رو آورده بوده دکتر و مادرش قرار ملاقات با دکتر داشته و بعد از اینکه حالا شری و دوست پسرش با هم دیگه معاشقه میکنن و بعد شری سوار ماشین خودش میشه لری تعقیب میکنه شری رو و بعد از اینکه حالا شری رو گیر میندازه احتمالا به کمک تفنگ آقای شپرد شری رو میبره خونه آقای شپرد و اونجا میبندتش به تخت و بعد جالبش اینه که اون شب قرار ملاقات با خانوادش داشته قرار بوده که با هم دیگه شام برن بیرون ولی لری این ملاقات رو کنسل میکنه این شام رو کنسل میکنه و میگه که من خونه بمونم و بسکتبال نگاه کنم و ظاهرا شری در زمان بد در مکان بد بوده و خیلی فرصت طلبانه بوده اینکه لری شری رو دزدیده کاراگان گفتن با توجه به اینکه سطح تجزیه بسیار بالا بوده ما نتونستیم بفهمیم که آیا به شری تجاوز شده یا نه ولی الان 100 درصد مطمئنیم که تجاوز صورت گرفته احتمالا طبق گفته خود لری در ساعت 4 و 58 دقیقه شری بعد از تحمل فانتزی های جنسی لری به وسیله همون چسب خفه میشه کارگاهان فهمیدن که خواهر لری و شوهرش یک شرکت تولید خاک و کود دارن و دقیقا مکانی که حالا اینا تولید خاک و کود میکنن روبروی مکانی که خانواده هلمیک درش زندگی میکردن اون پارک تریلری که حالا وجود داشته و گهگداری هم حالا لری رو استخدام میکردن که بیاد و کمکشون کنه کارگاهان معتقدن که لری احتمالا دبرا رو در همین زمان ها دیده با توجه به اینکه حالا دبرا موهاش بلوند بوده و کنترلش هم آسون تر بوده چون بچه بوده این رو تومه کرده و بعد اومده دبرا رو دزدیده اکثر کسایی که حالا اینجوری آدم میکشن معمولا قنامی برای خودشون بر چون مقداری از جواهرات شری دزدیده شده بود اما زمانی که حالا خونه و محل کار لری رو گشتن نتونستن این قنام رو پیدا بکنن خب البته که یعنی این قنام پیدا میشد خیلی راحت تر میتونستن لری رو به دادگاه بکشن اما نکته جالبش این بود که لری در مورد دزدیده شدن شری و دبرا با یه عالم آدم صحبت کرده بود با دوستانش با همسایه‌هاش صحبت کرده بود و بعضی وقتا هم اظهار نظرهای عجیب و غریب میکرد. به عنوان مثال روز بعد از اینکه حالا شری رو دزدیده بود با یکی از همسایه‌ها که صحبت میکرد خیلی با هیجان در مورد دزدیده شدن شری صحبت میکرد و بعد هم گفته بود که مرده، دیگه زنده نیستش. الکی دارن دنبالش میگردن. کاراگاهان متوجه شدن که لری برای دزدیدن شری و دبرا از ماشینهای دزدی استفاده میکرده و هرگز ماشین خودش رو استفاده نکرده. مونتاه توی صندوق عقب ماشینش پلاکهای تقلبی زیادی پیدا کردن که مشخص نبود اینها رو کجا و چرا استفاده میکرده بعد از اینکه لری رو دستگیر کردن جامعه دو قطبی شده بود اونایی که لری رو میشناختن اصلا باورشون نمیشد معتقد بودن که کاراگاهان اشتباه کردن و لری بیچاره رو گیر انداختن و به هم که خوشحال بودن که لری رو دستگیر کردن لری رسما به دزدیدن و قتل شری و دبرا متهم شد و الان قرار بود که بکشنش به دادگاه البته محاکمه های جداگانه قرار بود برگزار بشه و اگر متهم شناخته میشد با حکم اعدام روبرو رو بود با لری همچنان کاراگاهان صحبت میکردن به خاطری که اگر به خاطر داشته باشید آقای داگلس گفته بود که نوع جنایتی که لری انجام داده شبیه آدم های تازه کار نیستش و لری احتمالا قبلا هم جرم جنایت دیگه انجام داده که از زیر در رفته و البته که لری حرفهای عجیب و غریبی میزد یک بار در مورد دختری به اسم سیندی کورنت صحبت میکرد زمانی که کاراگاهان بررسی کردند متوجه شدن که خانم سیندی کورنت که 26 سالش بوده و در شرکت بیمه کار میکرده و بعضی وقتا هم به عنوان مدل پارو وقت کار میکرده در شهرستان شالوت در ایالت کارونای شمالی زندگی میکرده در یک ایالت دیگه ای. و در روز یکشنبه شنبه نوامبر 1984 خونه نامزد بوده با همدیگه شام خوردن و بعدش سیندی اومده که بره خونش ولی فردا سر کارش حاضر نشده زمانی که پلیس رفته که چک بکنه ببینه که سیندی کجاست دیدن که خونش خالیه اما تلویزیونش روشنه محتویات کیفش روی زمین ریخته شده و به جز کارت خود پرداز چیزی گم نشده بود از اونجایی که خانم سیندی لباس ورزشی تنش بود کارگان حدس میزدن که خب شاید بیرون رفته برای دویدن و بعد یه نفر دزدیدتش ولی بعدها دوستان و آشنایانش گفتن که سیندی هیچ علاقه به ورزش نداشته و اکثر اوقات لباس ورزشی رو به جای لباسهایی تو خونه میپوشیده که حالا برای توش راحت بوده با این حال همچنین دوستان و آشنایان معتقد بودن که سیندی خیلی آدم محتاطی بوده و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی دری رو برای غریبه باز نمیکنه کارگاهان روزها به دنبال سیندی گشتن اون محوطه ها رو بررسی کردن رد کارتش رو گرفتن اما خب نتونستن به جایی برسن دوربین ها چیزی نگرفته بودن البته سه بار تلاش شده بود که از کارت سیندی استفاده کنن در نهایت پرونده سرد شد تا اینکه یک سال بعد آقای لری گفتش که من میخوام با آفیسرها صحبت بکنم زمانی که با آفیسرهای شهر شارلوت صحبت کرد به اونها گفتش که من با استعدادترین مرد روی زمینم خدا پیاماشو به من میفرسته الان هم میگفت که هر چی که در مورد سیندی میدونم خدا به من نازل کرده پس به حرفام گوش بدین درسته که لری حرفای چرت و پرت زیاد میزد اما بین این حرفای چرت و پرتش حرفای درستم میزد در مورد کارت بانکی هیچ وقت صحبت نشده بود کاراگاهان این اطلاعات رو عمومی نکرده بودن تو روزنامه ها در موردش صحبت نکرده بودن بنابراین فقط قاتل در مورد کارت بانکی میدونست که گم شده و الان لری داشت در مورد کارت بانکی صحبت میگد از اون مهمتر فهمیدن که لری و سیندی همدیگر رو دورا دور میشناختن ظاهرا لری دوست دوست پسر سابق سیندی بوده توی چند تا مهمونی با همدیگه بودن و از اون گذشته لری در زمان گم شدن سیندی 6 کیلومتر با خونه سیندی خونش فاصله داشته و در همون نزدیکی زندگی میکرده نکته جالبش اینه که چند هفته بعد از ناپدید شدن سیندی لری هم خونش رو جابجا میکنه و از اون منطقه میره و البته خب کاراگاه نمیتونستن لری رو متهم کنن به خاطر اینکه مدرک ملموسی وجود نداشت که بتونن به این جرم و جنایت ربطش بدن با این حال لری در مورد زنان دیگه هم توی این این بازجوی دوازده ساعته که ازش داشتن صحبت کرد و البته اسم مشخصی نیاورد زمانی که کاراگاهان شهر شارلوت رفتن تحقیق کردن دیدن که در زمانی که لری توی این شهر شارلوت حضور داشته دو مورد دیگه هم گمشدگی وجود داره اولش خانم دنیس 21 ساله بود که همراه با همسرش در یک مجتمع آپارتمانی در جنوب غربی شهر شارلوت زندگی میکرد و همچنین در این مجتمع آپارتمانی به عنوان مدیر ساختمان هم کار میکرد در روز 21 ژوئیه سال 1975 حدود ساعت 8 شب زمانی که شوهر خانم دنیس از سر کار اومد خونه دید که همسرش خونه نیست و فقط یک یادداشتی براش گذاشته بود که من یه مسجل اومده میخوام برم آپارتمان رو بهش نشون بدم زود برمیگردم تلویزیون و کولر همه روشن بود کیف دنیس همه وسایلش داخل خونه بود و عجیب بود که با خودش نبرده بود با این حال نشونه از درگیری وجود نداشت نکته جالبش این بود که در زمان ناپدید شدن دنیس خونه لری فقط 300 متر فاصله داشت و لری در همون منطقه زندگی میکرد در نظر بگیرید که این برمیگرده به ده سال قبل شری و دبرا در سال 1985 مردن و دنیس در سال 1975 ناپدید شده مورد بعدی 5 سال بعد اتفاق افتاد در سال 1980 ظاهرا جسد یک دختر 17 ساله به اسم ماری رو داخل جنگل پیدا کرده بودن و البته ما عکسی از ماری نداریم با این حال گفته شده ماری با سیم برق خفه شده کاراگاهان زمانی که اسم لری رو شنیدن و رفتن تحقیق خیلی متوجه شدن که در این زمان دقیقا لری در یک کیلومتری جایی که جسد ماری پیدا شده بوده زندگی میکرده خیلی شبیه به اتفاقیه که برای شریف و دبرا افتاده از اون مهمتر هم دنیز و هم ماری بلوند بودن و شبیه قربانی های ترجیحی هستند که لری انتخاب میکرد با این حال هیچ مدک معتبری پیدا نکردن که بل رو به این ستا مورد ربط بدن و در نهایت این پرونده هم همچنان بازه و همچنان سرده محاکمه لری برای دزدیدن و قتل شری قرار بود در فوریه سال 1986 برگزار بشه. مردم معمولا برای که بتونن به صحنه دادگاه برسن و در دادگاه حضور داشته باشن، با همدیگه دعوا میکردن یا بعضی وقتا همدیگه رو میزدن. خیلی علاقه مند بودن که در این دادگاه حضور پیدا بکنن لری موقعی که میخواست در این دادگاه حضور پیدا بکنه کاملا موهای سرش رو تراشیده بود و یه چیزی هم روی لباسش نصب کرده بود که روش نوشته بود من قربانی ام من بیگناهم وکیل مدافع لری گفتش که بله کسی که شی رو دزدیده لری بوده اما مدرکی وجود نداره که شما بخواید بگین لری شیر رو به قتل رسونده از اون گذشته اصلا لری بیمار روانیه و باید بیگناه شناخته بشه کدوم قاتلی رو شما میشناسید که یه نفر رو بدزده و بکشه و بعد زنگ بزنه به خانواده طرف و بخواد خانواده طرف رو عذاب بده فقط از یک بیمار روانی این کار برمیاد که انجامش بده با این حال روانشناسی که زمان قابل توجهی رو با لری گذرونده بوده در دادگاه شهادت داد و گفتش که لری به نظر من بیمار روانی نیست اون به سادگی وجدان نداره و لذت جنسی رو از درد دیگران میگیره و البته لری خیلی تلاش میکرد که در جریان دادگاه واقعا نشون بده که بی بیمار روانیه زمانی که شاهدین داشتن صحبت میکردن قاضی دادستان یا حتی خود وکیل لری داشت صحبت میکرد لری یه حرفایی میزد یه تیکه هایی میپرون اگه بهش میگفتن بیمار مثلا جنسی میگفت پس مونالیزا هم مرده یا حتی وقتی ازش سوال میپرسیدن سوالش ساده مثل اینکه چند سالت جواب نمیداد یا برمیگشت به روزنامه ها روزنامه نگارا حرف میزد که یه جورایی انگار ثابت کنه که آره من بیمار روانی و من غیر قابل کنترلم در یک نقطه از دادگاه حتی لری برگشت و بر رو به دان کرد و به دان گفت که ای دان زیبا ای فرشته زیبا آیا با من ازدواج میکنی من در هوس تو دارم میسوزم با من ازدواج کن تا تو رو خوشبختترین دختر دنیا کنم در نهایت بعد از اینکه دادگاه تموم شد هیئت منصفه کمتر از یک ساعت با هم دیگه مشورت کردند و لری رو هم در رو بودن و هم در قتل شری متهم شناختن مجرم شناختن و به پیشنهاد دادستان به اعدام محکومش کردند دادگاه بعدی لری که برای قتل دبرا بود یک سال بعد برگزار شد و البته در این دادگاه نه لری و نه وکلای لری هیچ حرف جدیدی نزدن اصلا سعی نکردن دفاع بکنن چون لری به اعدام محکوم شده بود و هیچ شانسی نداشت که بتونه از زیر این اعدام در بره میگن وودی برادر سه ساله و برادر کوچیک دبرا زمانی که لری رو توی دادگاه دید به مامانش گفتش که این همون مرد بدیه که خواهرم رو دزدیده وودی در اینجا بودن چهار پنج سالش بوده و میگن که بعد از اینکه حالا دبرا ناپدید شد و اون حرف رو ظاهرا لری به وودی زده بود که بعدی تو میام تو رو میبرم وودی دچار شبدراری شده بود و اصلا نمیتونست تنهایی بیرون به و مدت ها حتی کابوس های وحشتناک میدید و باز هم هیئت منصفه کمتر از یک ساعت با هم دیگه مشورت کردند و لری رو مجرم شناختن هم در آدم ربایی و هم در قتل و باز هم به لری حکم اعدام دادن لری در تمام لری در زمانی که منتظر اعدام بود رفتارهای بسیار عجیب و غریبی نشون میداد یک بار روان پزشکش اون رو برهنه در حال دستشویی با آبی که از توی توالت برداشته پیدا کرد و زمانی که ازش پرسید که چرا داری این کار رو انجام میدی لری ادعا کرد که بعد از عیسی مسیح اون دومین نفریه که داره با ادرار خودش خودش رو قسل میده به خاطر اینکه ادرارش آب مقدسه به روان پزشک که دیگه گفته بود که در سلولش یک پرنده داره که از طرف خدا اومده و با خدا نام نگاری میکنن به کمک این پرنده با گذشت سالها که لری در انتظار حکم اعدامش بود این رفتارهای عجیب و غریبی که نشون میداد این ترس رو به وجود می آورد که بگن لری بیمار روانیه و اعدامش نکنن و چند باری هم براش دادگاه تشکیل دادن و در نهایت دوباره در انتهای همه این دادگاه ها به اعدام محکوم شد به خاطر اینکه میگفتن این, می این رفتارهایی که داره انجام میده دست خودشه و خودش میتونه خودش رو کنترل کنه به لری آپشن دادن که انتخاب کنه که میخواد با صندلی برق بمیره یا با تزریق و لری گفت من صندلی برق رو انتخاب میکنم چون صندلی شبیه صلیب عیسی مسیحه لری در چهارم اکتبر سال 1996 تقریبا 11 سال بعد از اینکه دستگیرش کردن اعدام شد خانواده اسمی ترجیح دادن که در این مراسم شرکت نکنن اما خانواده هلمیک شرکت کردند. مادر دبرا در این مراسم حضور پیدا کرد و گفت که با وجود اینکه من معتقدم که لری بیمار روانیه ولی برای جامعه خطرناکه و همون بهتر که اعدام بشه و در این مراسم شرکت کرد و البته خب شرایط خانواده هلمیک اصلا خوب نبود. بعد از اینکه حالا جنازه دبرا رو پیدا کردن آقای شرود پدر دبرا که کلا الکلی شد. چند بار اصلاً حمله عصبی بهش دست داد توی بیمارستان بستری شد که هم بتونه الکلش رو ترک کنه و بعد از اون اصلا از سر کارش اخراج شد خانم هلمیک مجبور بود سخت کار کنه که بتونه هزینه های بچه ها رو تامین کنه و این ازدواجشون هم به جای خوبی نرسید تقریبا یک سال قبل از اینکه لری رو اعدام بکنن از همدیگه جدا شدن با این حال مردم هیچ وقت تنهاشون نذاشت مردم سعی میکردن که بین خودشون پول جمع کنن برای خانواده هلمیک که بتونن یک کمکی بهشون باشن که این خانه خانواده از هم نپاشه خانواده اسمیت از هم نپاشید درسته که این اتفاق براشون تلخ بود اما آخرین وسیعت نامه شری رو داشتن شری در تلخ ترین و در تاریک ترین لحظه از خانوادهش خواسته بود که زندگی کنن و تحت تاثیر این اتفاق زندگیشون رو خراب نکنن یعنی واقعا یک آدم به نظر من چقدر میتونه قوی باشه به هر جهت خانوادهش زندگیشون رو در پیش گرفتن آقای باب اسمیت همچنان به زندان میرفت و برای زندانی ها موزه میکرد سرود میخوند حتی در چند مورد که حالا قتل دختران جوان اتفاق افتاده بود آقای باب اسمیت این مسئولیت رو عهده گرفت که حالا به اون آدم ها بگه که دختر شما کشته شده و البته چون اونا میدیدن که با یه آدمی اینجوری طرفن خیلی راحت میتونستن همدیگر رو بغل بگیرن و گریه کنن دان در سالهای بعد از مرگ خواهرش به عنوان ملکه زیبایی ایالت کارلینای جنوبی هم انتخاب شد و بعد کاری که حالا میخواست با خواهرش ادامه بده رو خودش تنهایی انجام داد به عنوان یک خواننده مسیحی بسیار شناخته شده است و کارهای بسیار زیادی انجام داده چیزی که در این پرونده منو خیلی تحت تاثیر خودش قرار داد شخصیت بسیار قوی شری بود یه آدم چقدر میتونه قدرتمند باشه از نظر روحی روانی که زمانی که زیر دست یک قاتل روانی افتادی که میدونی بدترین کارها رو قرار با تو بکنه حالا چه تجاوز کنه چه بکشه این وصیت نامه با شکوهی برای خانوادت بنویسی و همین وصیت نامه هم خانواده شری رو نجات داد از اینکه حالا توی افسردگی بیفتن از اینکه زندگیشون رو نابود کنن این وصیت نامه چراغ راهشون شد به نظر می آمد. شما چی فکر میکنید نظرتون رو برای من بنویسید این ویدیو هم تموم شد امیدوارم شب و روز بسیار خوبی داشته باشید تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار